خونه خونه پر زمونه اصاب و درد داغونه کربلایی زاده هستم در شبکه قصی اینجا خنده باره خنده 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 بانه پمپ انرژی داره خنده 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 بانه شادی رو دفیاره خنده 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 بانه پمپ انرژی داره خنده 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 بانه شادی رو دفیاره خنده 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 بانه ماشاءالله به ما ماشاءالله ماشاءالله به همه مردم ایران ماشاءالله نماز روزهاتون قبول باشه قبول باشه چقدر 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 اخلاق آدم روی چهرش تأثیر میذاره دقت کردید بعضیا اخلاقشون روی چهرهشون تأثیر میذاره مثلا به فلانه میگیم چقدر جذاب و شیرینی این به این معنا نیستش که توی چهرت چیز خاصی داری این به این معناست که اخلاقت باعث شده که جذاب و شیرین بشی ما بعضی اوقات فراموش میکنیم که یه ابزار ساده داریم به نام چی؟ اخلاق اخلاقی که میتونه باعث بشه ما احترام اون جلوی دیگران بیشتر یا خدای نکرده کمتر بشه حواسمون رو جمع بکنیم تو این روزای ماه رمضان تو این شبای ماه رمضان سعی کنیم که حرف زدن با هم دیگر رو تمرین بکنیم از قدیم میگن تا مرد سخن نگفته باشد نهفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد یعنی ما باید حواسمون جمع باشه وقتی میخوایم حرف بزنیم خب پس بهترین فرصته که این شبا که دور هم دیگه نشستیم حرف زدن رو با هم دیگه تمرین بکنیم چرا که یکی از بهترین خصایص یک مؤمن قشنگ حرف زدنشه موافقین؟ پس به افتخار اونایی که خوشگل حرف زن و خوشگل تمرین میکنن خانم ها آقایان مردم خوب ایران به برنامه خندوانه و مسابقه خنداننده شو در شب سوم در مرحله اول خوش اومدید خب اونایی که طرفدار مسابقه خنداننده شو هستن میدونن که دو شب گذشته چه اتفاقاتی افتاده و امشب شب سومه یه شب هیجانی که دوباره بچه‌ها با استرس قراره بیان روی صحنه بچه‌ها به رأی‌های شما خیلی 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 نیازمندن چرا که فقط بعد از مسابقه اونها شما 24 ساعت فرصت دارید تا به اونها رأی بدید که اونها مرحله بعد برن یا نرن همه چیز بستگی به شما مردم خوبمون داره و شماهایی که نتونستید برنامه خندوانه رو ببینید در شب‌های گذشته و این دو شبی که گذشت از مسابقه میتونید در صفحات مجازی که برای خندوانه هستش برید و کارهای بچه‌ها رو یکی یکی نگاه کنید و فرصت اینو داشته باشید که بهشون رأی بدید فراموش نکنید در پایان رقابت‌های بچه‌ها که هر شب 4 نفر با هم دیگه رقابت می‌کنن از بین 16 نفر فقط 10 نفر یک راست میرن به مرحله بعد 2 نفر حذف میشن و 4 نفر فرصت دارن که دوباره شانس خودشون رو امتحان کنن پس با این دوربین 1 2 3 بریم بیا عجب شبیه امشب به خصوص که امشب یه شب ویژه است چون ما یه خبر ویژه داریم برای طرفدارای 7-80 مربع اونایی که هر دفعه از این سامانه خرید میکنن اینترنت میخرن یا شارژ میخرن توی یک جعبه جادویی یعنی این جعبه‌ای که اینجا هست ما امشب ماشین داریم سکه های طلا داریم و انواع اقسام تبلت ها و رایانه و یه گوشی خفن
هوشمند و یه عالمه جایزه های دیگه. چی جوری؟ دست من میره این تو و جایزه امشب رو مشخص میکنه. اما این جایزه به کی میرسه؟ به اونی که از ساعت 11 امشب، یعنی شروع خندمانه، تا 11 فردا بره ستاره 780 ستاره 50000 مربع رو شماره گیری کنه و یه شارژ 50000ی یعنی 5000 تومانی بخره و با خرید این شارژ توی این شانس شرکت بکنه. این غیر از اون 500 میلیونی هستش که ستاره 780 گذاشته بود برای خرید شارژ و اینترنت. آماده اید که من دست ببرم در این صندوق جادویی و ببینم که جایزه امشب چیه؟ خب شروع میکنم. یا شانس یا با اونی که از ساعت 11 امشب شروع کنه به خرید شارژ 100 میلیون تومان پول میبره. خالی بستم دیگه، زیادی هم زور نکنی. 100 میلیون ریال یعنی 10 میلیون تومان. یه شارژ خریدی 5000 تومان، 10 میلیون تومان میبری. خب خیلی خوش اومدین. خیلی شما خیلی خوبین. خیلی تلاشگرید. خیلی با هم کاری دارید. خیلی بچه‌هاتون آمادن که اول بشن. آره. مثلا دارید دیگه. آره ول کردیم کاریمونو ول کردیم. دیگه کاری ندارید ما؟ نه بچه‌ها هیچ کدوم اهلش نبودن. منم راستش اهلش نیستم. می‌خواستم بازرگرمی کنم ول کردم مال همه چی مال. یعنی بچه‌ها پذیرفتن تو اولی؟ نه. اگه قرار باشه اینجوری حساب بکنیم، ببین دارم زمینه کوری رو میدم. سخت بود ولی ترکش کردیم. آقا یه چیزی بگم. آقا یه دور از همون بپرسیم ببینیم امروز ما حسمون چیه نسبت به اجرای امروز. امروز در روز سوم مسابقه خنداننده شو هستیم. لطفا بگید حستون چیه. بفرمی. نه خواهش. خواهش میکنم شما اول بفرمی. در مورد شرکت کننده خودم خیالم راحته، خوب تمرین کرده، به خاطرش مسلطه، ولی خب همش استرسو دارم دیگه به هر حال. آره نگرانی هر دارم. وقتی بچه‌ها خیلی خوبن یه جور نگرانم، وقتی که میدونم که ضعیفن یه جور دیگه نگرانم. هر دو صورت نگرانم. هر صورت نگرانم. آره اونی که خوبه رو نگرانم که یهو به اون ایدئالی که می‌خوایم نرسه یه وقت. بچه‌ای هم که ضعیفن که اصولاً این نگرانی هستش که ممکنه خیلی بد باشه. فکر میکنم هر چی داره جلوتر میره خودمون هم داریم مسلط‌تر میشیم. امروز حست خوبه؟ بله از دیروز کلاً حالم بهتره. خب حسن جان روز توپولی خواهم داشت. تیم حسن اصولا تیم خطرناکیه بچه ها. ولی به خدا هست واقعا خطرناک؟ آره هم خودش اصولا خطرناکه، تاکتیکایی که میچینه خطرناکه. کم حرف میزنه ولی دقیقاً دقیقاً شلوغ نمیکنه و ویران میکنه میره جلو. من حسم خیلی خوبه. من اصولا حسم خوبه، یعنی تمام این 4 روز رو، دو روزی که گذشته امروز و فردا، کاملا اعتماد و خوشبینم به تیم خود. من که معتقدم 4 نفر تیم من میرن بالا. واقعاً واقعاً خانم آقایون 4 نفر تیم من قطعا میرن. به شما چه ربطی داره اون بالا بال بال میزنی؟ بگیم میره میره میره. آره واقعا. خب به خدا من واقعا حس آقا حسمو دارم میگم دیگه، میتونه حسم غلط باشه ولی نیست. 4 نفر تیم من میرن بالا. امروز خیلی خوشحالم. من هر روز مثل سرکار خانم دهقان هر روز اضطراب دارم. من اصلا نمیشه نداشته، نمیدونم چرا. بیشتر از اینکه خودم اجا بخوام بکنم یا کاری بخوام انجام بدم الان اضطرابم از این بیشتره. آره آره. ولی خیال مطمئنم بچه‌ها کارشون عالی انجام میدن، مطمئنم بهترین کاری که بتونن روی این صحنه میکنن و برای من مهم اینه که بیشترین لذت رو اینجا ببرن، کیف کنن از اینکه جلوی تماشاچی به این ماهی و درجه یکی بیستن و شوخیاشون رو بکنن، ماجراشون رو تعریف کنن و واکنش های خوب بگیرن. مطمئنم تماشاش تو خونه هم اینو میفهمن. حتما هم اتفاق خواهد افتاد. آقا من الان یه چیز بگم یه خورده بخندیم. بفرمایید. ببین میگه تا حالا اتفاق براتون رو گفتی استراب، تا حالا اتفاق افتاده براتون یه کلمه رو یهو مغزتون روش قفل کنه؟
نتونیم بگیم؟ نه، رو اون کلمه قفل میکنی. مثلا چند وقت پیش اومده بودن نمایش ما رو تصویر برداری کردن، بعد من آخرش میخواستم از گروه تصویر بردار رو تشکر کنم، اومدم و گفتم که از گروه تصویر برداران عزیزی که تشریف آوردن تبریک میدن. بعد یهودیم همه دارن نگاه میکنن، گفتم تبریک میگن. بعد دیدم همه بازم دارن نگاه میکنن، گفتم تبریک میگیم. مغزم قفل کرده بود، اصلا چرا کسی باید به کسی تبریک بگه الان؟ و چرا تبریک؟ احساس کردم تنها کلمه که تو دنیا بلدم فقط تبریکه. مثلا از شکم مادرم به دنیا اومدم به جایی که مامان گفتم تبریک. بعد دعوام شد تو مدرسه بهم گفتن کی زدنه تبریک. بعد تو سفره عقد بهم گفتن که شما آیا حاضرید ازدواج کنید؟ تبریک. نمیدونم توی دعوا تو خیابون رفتم گفتم تبریک تو جمع کن. چرا فقط تبریک تو ذهن منه؟ و تمام ذهنم شده بود تبریک. نمیدونم مثلا به همسرم میخوام بهش بگم که مثلا با من ازدواج، با من تبریک میکنی؟ همش تبریک بودم، تبریک گیر کرده بود تو مغزم. برای شما هم اتفاق افتاده؟ من تسلیت رو یه بار اشتباهی گفتم تبریک، پدر یکی از دوستان فوت کرده بود، بهش گفتم از طرف من به مامان خیلی تبریک بگو، حالا ان شاءالله بهم حالا ان شاءالله خوشا میرسن. بعد من گفتم ای وای چقدر بد شد که من اینو گفتم. بعد عروس خانواده گفتش که البته خب بیرام نگفتی. یه تو مراسم خط زیاد پیش بیاد، مثلا من دم مراسم خط وایستادم برای بابا خدا بیامرز، بعد یه نفر اومد گفت امیر جان زیاد ناراحت نشو، میخواست یه جمله مثلا خیلی خفن بگه، گفت حضرت نوح با اون عظمت رفت، حضرت موسی رفت، حضرت عیسی رفت، پیامبر رفت، بابای تو که کسی نه. الو من چی باید بگم؟ بگم ممنون. آره، یا یه نفر من گفت بابا امیر جان بابا چند سالش بوده؟ گفتم 73 سال. خب عمر خودشو کرده. چی میگی؟ خیلی خب، در شب سوم مسابقه خنداننده شو آماده ایم برای که بچه‌ها بیان بترکونن. میخوایم با دستامون بریم سراغ نفر اول. آماده هستید؟ بله. پس با اون دوربین قوره کشی چیز نمی کنی؟ راست. قوره کشی وای. تبریک. خیلی تبریک میگم بهتون. روز سوم مغزتون اینجوری شده، خیلی تبریک میگم بهتون. همون تسلیحات هست. خب بریم سراغ قوره کشی ببینیم که اولین نفر از کدوم گروه میان. انشاءالله ما نیستیم. چرا اصلا ما هستیم؟ الان باز رامبود. الان باز رامبود. اولیش بابک رفاعی از گروه اسکان خطیبی. نفر بعدی احسان زمانی رامبد جوان. الان باز نفر آخر. من آخرم. چرا همش وسط میفته؟ حسین شاهرخ نیا، حسن مجونی، همش وسط میفته، همیشه سومیه. چیکار میکنی؟ دو دست من دست میبری؟ من چرا میچرخم؟ بابا واقعا امروز من تبریک دارم. از گروه خانم شقایق دهخان آرزو صراف رضایی. بارکلا. بریم بچه‌ها بیان و نشون بدن که آینده کمدی ایران خیلی درخشان خواهد بود، چرا که مسابقه خنداننده‌شون موتورش روشن شد و بچه‌ها دارن میان. اولین نفر رو می‌خوایم بریم بیایم ببینیم چی کار میکنه. آماده؟ 1 2 3 بریم بیا. آفرین. ببینیم چی کار میکنه بابک امروز. بفرمایید توی اتاق. بریم. چیزا اینه دیگه.
اول از همه این که خیلی دمتون گرم که تا اینجا سکه ندید ما رو. دم جفتتون گرم. تمرکز بیش از اندازه قاطی نشدن با آدم‌های دیگه قبل از اجرات. ما تا الان ثابت کردیم که هممون زیر 8 دقیقه شوخیامون می‌تونیم با ریتم خوب ببریم. اگر شروع کردی شوخی برای تو و رفت زیر دست تماشاگر خنده تماشاگر حتما تکرارش کن. بغل بده من برات. به خاطر همه چی ازت ممنونم. تو بهش باشه خب حتما بازم من میام قد سعی کنم قبل از اینکه اجرا باشه یه سری خب باشه شما همه جا هستین خیلی بده از بابک بگو بابک یه جورایی جدیترین کمدین هست به من میگه کمدینه ولی خیلی هم در این حال جدیه امیدوارم که جنس کمدیش به دل مخاطبین بشینه خودش خیلی آماده است خیلی انگیزه داره و فکر میکنم بیشترین میزان تغییر رو از شروع تا الان بابک داشته امیدوارم دوستش داشته باشه امیدوارم که موفق باشه برو برس برو بعد تری سیگه برو چقدر آماده ای بابک واقعا دارم اونور میافتم 167 درصد اینقدر آماده آره دارم از اونور پشتمون میرم خب چه عالی موضوع تو بگو چیه بزن اگم لطف موضوع تیترشو بگو تیترشو عمه راجب عمه است خب متنش مال خودته بله چند وقت روش تمرین کردی اینو 10 روز پیش قطعی شد که موضوع اینه دیگه حالا بخش عظیمیش و اشکان کمک کرد جا به جا در حقیقت تدوین اصلیش که مال اشکانه ولی طرح و ایده و نوشته مال منه خب تو اجرا داری چرا اونا دارن تمرین میکنن دارن به من انرژی میدن لطفا تو برو کنار دیوار برو علی لطفا پشتش آره برنگرد صدایی که میشنوید خودتون تو ذهنتون میفهمید که من دارم با به کی دارم کیو میدم برای برگشتن 10 سال وامیستیم برش میگیریم 4 3 2 1 با بابک نفر اول شدی بابک استرس استراب چجوری اوزا؟ عالیم علی آره از اینکه نفر اول شدی چه؟ خیلی دلم میخواست این اتفاق بیفته و خوشبختانه افتاد آها به یه نفر الان میتونی هرچی دوست داری بگی مامانم عاشقتم قوت قلب منی به مردم هم یه چیزی بگو بلکه رأی بدن عاشق همه تونم به اونی که ازش لذت میبرید رأی بدید نمیگم به من رأی بدید به اون رأی بدید به اون کسی که میتونه به شما لذت بده و آینده تند کشور باید بدید موفق باشید بده ممنون او تولدش با عبادش عبادش با اخلاقش و اخلاقش با ظاهر خشن و خطرناکش و همه اینها با قلب طلایی و دلربایش در تضاد است اصلا او خود جمع ازداد است او کسی نیست جز بابک رفاهی به نام خدا سلام عمه همه خاطرات کودکی من به خاطرات با عمه و بی عمه تقسیم میشه. عمه من بسیار زیاد زحمت کشیده که تو خاطرات همه ما به طور یک دست حضور داشته باشه. وقتی میگم ما فقط خانواده من نیستش. من 11 تا عمو هم دارم که هر کدوم اگر میانگین فقط 4 تا بچه داشته باشن. عمه من روزی 68 دفعه ایشون روزی 68 دفعه عمه میشن. وای خیلی اینجا هیجان داره واقعا قلبم داره میاد بالا. میخوام یه مقدار شما رو با عمم آشنا کنم. هممون عکس زنای دوره قاجار رو دیدیم. ماشاءالله هزار ماشاءالله همشون آقا مشتی، لوتی و یکی مردترن. اگه میخوام عمم رو با اونا مقایسه بکنم، دقیقاً عمه من میشه آرنولدشون. قدش 195، وزنش 90 کیل خالص. اون موقع که همه دخترها پولاشون رو جمع میکردن که بتونن جهیزیه‌شون رو کامل کنن، عمه من همه پس‌اندازش رو داد یه دونه این وانت‌های آبی گنده خرید. حالا شما در نظر داشته باشید با اون هیبت پشت فرمون یه همچین ماشینی مگه کسی جرأت میکنه بهش راه نده تاریخچه خود وانت آبی هم به قبل از عمه من و بعد از عمه من تقسیم فرهنگ راهنما نزدن برای وانت آبی رو عمه من بود و در حقیقت اون چه که در اذهان عمومی از هیبت وانت آبی وجود داره هوشنگ زحمتش رو کشیده و تولید کرده در مورد هوشنگ بگم آقا جون من زمانی که داشت فوت میکرد یه وصیت کرد در یک خط هرچی هوشنگ بگه ولا غیر و البته آقا جون من اصلا از دخترها بعدش نمیاد ولی پسر رو خیلی دوست داشت زمانی که فهمیدن بچه دختره ترسیدن با آقا جونم بگن و اونم خیلی شاد و شنگول رفت ثبت احوال و شناسنامه رو به اسم هوشنگ گرفت
الان ما داریم شادی صداش میکنیم. من تنها کسی هستم تو بچه های برادرزاده هاش که اجازه دارم رو صندلی شاگرد وانت افسانه ای عمم بشینم. به جز من هیچ کس دیگه تا حالا این شانس نصیبش نشده. به جز زمانی که عمم گوسفند میخره و همیشه عمم میخواد که برم عقب و به من میگه که تو قیمت نداری بابک جان، اگرم اتفاقی برای تو بیفته هیچی نمیشه. ولی این گوسفند زبون بسته است، یهو توی دست انداز میفته پایین، حیوان حیفو میل میشه و منم حرفشو قبول میکنم. عمه من کلا وسواس داره رو گوسفند. شب عروسیش میگن که خودش با لباس عروس سفید میره گوسفندش رو انتخاب میکنه، میخره، میاره، میبره، خورد میکنه، خودش هم میخوره. ولی من معتقدم که عمم واقعا من از گوسفند بیشتر دوست داره، چون تا حالا منو نخورده و هر وقتم که میخواد بره بیرون دور دور کنه منو همراه خودش میبره. عمه من یه اخلاق عجیب و غریبی داره که بعد روزی یه بار دعوا کنه. البته اینایی که مثلا پشت فرمون به هم دیگه چش قرره میرن بعد با دستشون اینطوری میکنن پیاده میشن داد و بیداد میکنن، به محض اینکه میخواد فیزیکشه میگه بابک منم غیرتی میپرم وسط تا جایی که میتونم کتک میخورم، چرت و پرتام عین این فنرای ساعت اینجوری میزنه بیرون. تمرکزم پریده. یه دست بدید لطفا. زمانی که دعوا میشه عمه من واقعا دخالت نمیکنه، نه اینکه زورش نرسه یا بترسه، کسر شأنشه. من چندین بار دیدم که شوهر عممو چطوری میزنه. اصولا شوهر عمه من خیلی دقت میکنه به دیگران و عمم چند بار بهش تذکر داده که تو معاشرتات اینقدر دقت نکن. یه بار که خیلی دیگه داشته دقت میکرده، شوهر عمم یه جوری ازش کتک میخوره که خونریزی داخلی میکنه. به موقع رسونیمش بیمارستان، زنده موند، ولی واقعا یه ما تو کما بود. این اواخر دیگه کتکش نمیزنه، اینجوری بلندش میکنه، شوهر عمم میذاره رو تاخچه، میگه میشینی اینجا به کار زشتی که کردی فکر میکنی تا من برگردم. من یادم که خیلی بچه و کوچولو بودم، در یک همچین زاویه ای آویزونم و دارم اینجوری رو هوا میچرخم، ووپ ووپ، دیدم که عمم دست بابامو گرفت آورد تو اتاق، گفت سلمان قدم خودتو خونوادت رو چشم من، ولی دیگه بابک خونه ما نیار، نگاش کنین بچه منو خسته کرده. من اومدم توضیح بدم که آقا من چطوری رفتم بالای این پنکه سقفی، پنکه در رفت مستقیم رفتم تو این ویترینی که همه چینی‌های عتیقه عمم اونجا بود. بابام همینجوری این بچه گربه پشت گردن من گرفت، من انداخت تو فولکس واگونی که داشتیم و راه رفتیم. رسیدیم به چراغ قرمز، فرمولو ول می‌کرد، برمیگشت بزن منو تاپ 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 تاپ، نگاه می‌کرد چراغ سبز میشه دوباره ما ادامه می‌دادیم، چراغ قرمز بعدی دوباره برمیگشت تاپ 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 بزن. اون روز همه چراغ‌های ایران قرمز بودن. اما آدم قسی القلبی نیست، یه مقدار آستانه تحملش فقط پایینه، یعنی حتی خود ماشینش هم دیدین که این وانتا صدای موتورشون اندازه یه کارخونه است، همچین صدای عجیب و غریبی دارن. عمم که استارت میزنه وانتا اول یه ذره صدای پراید در میاره، یه وقت به عمم بر نخوره میگه هم هم، عمم دوتا که میزنه رو داشبوردش میگه حالت چطور عشقم، اونم میگه هم هم، یعنی من هم هستم، میگه دبورو که بریم. یه روز من رسیدم خونه، ندیدم که عمم پشت میز کامپیوتر نشسته کوله پشتیم و همینجوری انداختم تو آشپزخونه. به مامانم گفتم من دیگه دانشگاه نمیرم و سلام نامه تمام، هیچی هم سوال نپرس. یهو یه صدای بغلم گفت چی گفتی؟ فکر کردم بابامه، برگشتم که بگم آخه بابا، رفتم بالا همینجوری پشتم خوردم زمین، دیگه جهان کاملا سیاه شد. من میشیدم که گف 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 گف، یکی لای پلک منو وا کرد، میدم همه چی کشیده میشه، میگفت مادر شما برو کنار بذار هوا بیاد، دوباره پلک من میافتاد گوب 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 گوب، یکی دیگه پلک منو وا کرد، این سری همه چی سری شده بود. سرنگ بعد این بیارین زو قنی نمکی بکن باشد. من نمیدونم چقدر بیهوش بودم، ولی کاملا بیهوش بودم. لحظه ای که خورده بودم زمین دستم مونده بود زیر سرم، یه لحظه یه خط آنتن دادن، دینگ، دم تشنه میبرم آب بخورم، پا شدم برم آب بخورم، یهو دیدم دستم نیست، گفتم مامان این تنبیه زیادیه، به خدا میرم دانشگاه، باور کن میرم دانشگاه تا دکترا میرم، باور کنید من این کارو میکنم. عمه کار خودشو کرد، دوباره صدای عمه گفتش که قول میدی؟ گفتم بله سلام، کاملا قول میدم عمه جان. گفت دستت بالا سرته. یه دقیقه ادامه داری. یه دقیقه
همه عزیز و نازنین من از اون بابتی که روزی 48 بار به وسیله 48 نفر داره مورد لطف و عنایت قرار میگیره، تصمیم گرفته از اونجایی که با مغز و استخونش درد عمه ها رو درک میکنه، کمپین نه به خشونت علیه عمه ها رو داره میکنه. شعارش هم اینه که من یک عمه هستم و با افق دید هر ایرانی یک عمه سعی داره که معضلات عمه ها رو همه رو رفع و رجوع بکنه. از شما هم میخوام خواهش بکنم که با هشتگ من یک عمه هستم مطالب علمی، فرهنگی و دقیق خودتون راجع به عمه ها نشر بدین تا امکان دسترسی واسه همه باشه. به افتخار عمه های خودتون. خانم آقایان، بابک رفاهی. ماشاءالله به بابک. ماشاءالله. من همیشه میگم که مقدار خوش آمدن شما از استنداپ کمدی با دستاتون معلوم میشه. خوب بود. خیلی خوب. این هم کد بابک رفاهی هستش. این کد رو همین الان توی یه کاغذ یادداشت بکنید، مثل روال شب‌های گذشته یه گوشه داشته باشید. اگه می‌خواید بابک رفاهی با استنداپی که داشت یک راست بره جزو اون 10 نفر و دیگه نیاز به استنداپ فرصت دیگه یا خدای نکرده حذف نداشته باشه، حتما بهش رأی بدید. فراموش نکنید هر کدوم از شما میتونید به هر 4 نفر امشب رأی بدید. فرصت رأی دادن از دست ندید، بچه‌ها منتظر شما هستن. اجازه بدید که نظر مربیای عزیز رو بخوام ببینیم نظرشون راجع به بابک رفاهی از گروه اشکان خطیبی چی بود. خانم شقایق بخوام بفهمید. راستش من خودم عمم حتما به این کمپین میپیوندم در اولین فرصت. خیلی من عمه رو دوست داشتم، یعنی که این عمه‌ای که برای ما تشویق کردن، این خیلی مهمه که اون کاراکتری که راجبش صحبت میکنن حتی اگه دارن نقد میکنن انقدر شیرین باشه که بقیه میشنون دوستش داشته باشن، و من واقعا دوستش داشتم. تصویرسازی خیلی خوب، این که انقدر روی صحنه اعتماد به نفس داریم و استرس باعث نمیشه که وقتی یادتون میره دست و پاتون رو گم بکنین، سریع تمرکز میکنین و برمیگردین، و این به نظرم خیلی عالیه. ممنونم. یعنی این که به تماشاگر گفتی دست بزن برام، یه فرصت گرفتی؟ بله. جالب بود. خریدیم بر خودتون. حسن جان شما چی؟ من طبق متنایی که اشکان داره آماده میکنه، نمیدونم حالا خودشون هر کاری کردن، در هر صورت فکر میکنم متنا خیلی جذابن همه بلا استثنا. من فقط تنها نگرانی که دارم این کمالگرایی اشکانه. برای این لحظه خوبه، برای آینده اینا نمیدونم چه اتفاقی میتونه بیفته، یعنی تو نبود اشکان چه اتفاقی میتونه بیفته، چون تا این لحظه شست و رفته همه چی میتونه بره جلو. اما مثلا لحظه هایی رو دارم میبینم که همه چی چیدمان داره میره جلو، اما لحظه هایی بود که یه آن میدیدم توی بابک که وقتی خودشه میره روی حرکت، جذاب به اندازه کافی، و فکر میکنم که باید اشکان یه ذره بچه ها رو دستشون رو ول بکنه. آره، پاتو بکشید بیرون، چون اشتباه به نظر من بهترین معلمه. یعنی از خطاها نترسیم، خیلی جا بذاریم خطا بکنن. شاید تو مرحله اول بهتر بود که خیلی خطا میکردن، چون مرحله ای نیستش که احساس ترس داشته باشیم. مخصوصا این بچه هایی که دارم میبینم مثلا مدل بابک اینا، نباید ترس داشته باشن. از بین این همه مثلا 12 نفری که دارم میرن، اجازه باید بدیم که یه ذره خطا بکنن، شست رفتگی رو یه ذره بشکنن. او حال خودت، چون یه آن یه میرفتی رو اجرا میدیدی قشنگ ترتمیزه، قطع حال داری. از متن باید بکنین. متن زیباست، به نظر من خطرناکه یه ذره. ممنونم. حالا الان گفتی اینا با اشکان وابسته شدن و اشکان فکر کن از فردا همه در خونه اشکان. اشکان هستش. باشه اشکان هست. تو بالکن. بله عزیزم، یه دقیقه ببین سر بفر بابا. میگم ماماش. خب رامبو چا چیز دیگه، تیم آلمان، تیم خیلی منظم و دقیق آلمان که به سرپرستی و مربیگری اشکان داره میره جلو. خیلی همه چی دقیق داره اتفاق میفته، خیلی همه چی مرتبه. اینا همه خیلی جذابن، ولی یه چیزی که حسن داره میگه خیلی هم من باش موافقم، اینه که میزان
ببین من واقعا فوتبالی نیستم ولی اینو لااقل دیگه درک کردم. لذتی که تیم مثلا فکر کنم برزیل از بازی خودش میبره و تماشاچی اون بازی هم میبره و اطمینانی که در اجرای مثلا بازی آلمان وجود داره، این تفاوته، این همینه که آقای مجنونی دارن میگن. میزان لذتی که شما رو صحنه میبرین رو ما کمتر میبینیم، ولی همه چیز خیلی دقیق و منظم داره اتفاق میفته. این برای من لذت بخشه، یعنی من قطعا با علاقه تعقیب میکنم وقایعی که شما میگین رو، ولی شاید مثلا زوق زدگیم یه جاهایی به اندازه کافی اتفاق نمیفته. ولی به نظرم دمتون گرم آقا، شما روی این صحنه دارید اجرا میکنید و این فوق العاده است. خیلی ازتون ممنونم. خب اگه موافق باشید ما یه بار دیگه کد بابک عزیز رو ببینیم اینجا. بابک رفاهی کدش رو یک بار دیگه خوب دقت بکنید. 780 ستاره 5 ستاره 1 ستاره 10 مربع. اگه دوست داشتید حتما مبارک جان خود سرگرو مونده جواب بده. نظرشو نمیخوام. تبریک میگم. نه من گفتم ببینید. خب میخوام بخواست بذاره متنبه باشه. ولی دارم دروغ میگم. معلومه. خسته نباشی بابک. ممنونم که سریع تونستی دوباره تمرکزتو به دست بیاریم. برای من مهمترین بخش اجرات بود در کل این 8 دقیقه و 50 ثانیه‌ای که اجرا کردی. واقعا قلبم اومد تو دهنم، سکته کردم، یعنی تا اینجاهای سرم قشنگ بی‌حس شد. و مرسی که اجازه ندادی من امشب کارم به بیمارستان بکشه، برمیگردم به کانون گرب خانواده. این مهمترین بخشش بود واسه من. اما دو تا مسئله، یکی این که متنا حقیقتا مال خود بچه‌هاست، یعنی من فقط توش دخالت میکنم، یعنی ایده اولیه و بستش با کمک دوستان خود خندبانه و خود بچه‌ها. دقیق بودنشون هم من الان ترجیح میدم که مثل آلمان نتیجه گرا باشم، یعنی ترجیح میدم که گله رو بزنم الان تا اینکه بخوام خودمون لذت ببریم. یعنی اینکه این الان برای این مرحله از مسابقه به نظر من با توجه به کوریایی که آقای جوان میخونه فکر میکنم که لازمه. اما قطعا سعی خواهیم کرد که جذابیتی که به خصوص رامبد و حسن میخوان از بچه‌ها رو سعی بکنیم که توی دوره بعدی نه که بهشون تزریق کنیم، بکشیم بیرون ازش. بله خب تمام تلاشا رو خواهم. من از عزیزان خیلی متشکرم. به خاطر همت ممنونم. من از عزیزان دل میخوام که امروز کمکم کنید. الان تبریکی نمونده. حله میتونم به میرن ما فرار بدید. بهتون بابک رفاهی میرم تو بشین اینجا من بخوام. نه نه برام درست به هر کی که دلتون میخواد رای بدید، ولی رای بدید. یکی مرترن، یکی کسی جرأت میکنه بهش واننده. و در حقیقت این شفته احوان مثل دوباره الان ما داریم شادی که اجازه دارم صندلیه. اون بلند شوهرم به من خیلی دقت میکنه به دیگران و هم چند بار بهش تذکر داده که اجازه میدادی چرا قرمز بعدی دوباره من دست تف 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 بزنه. من هم هستم که دبور که بریم برگشتن که بگم آخه با من نمیدونم چقدر بیرون رو بگم ولی کاملا میدونیش به افتخار اما خود خب بابک چطور بود؟ انقدر عجیب و غریبه و انقدر لذت بخش. من تا الان همچین تجربه‌ای نداشتم. نمیدونم انگار که جلوی دریا واسطه یه موجی داره اینجوری و تو دیگه هیچی نمیفهمی، لای این موج داری میچرخی برای خودت میری. خیلی حس عجیبیه. عرق من رو حسن نباشی. ممنونم. همه اجرا تو کردی نه؟ زمانی که زدن من یه فصل رو رد کردم برای اینکه تو تله نیفتم، چون با مزه ترین شوخیمو برای آخرش گذاشته بودم تو فینالش قشنگ جنبندی با مزه ای داشته باشم. به محض اینکه زنگ خورد اون تیکر رو نگه داشتم و شوخی اصلی که برای فینال بود و گذاشتم.
خدا رو شکر حالا اشکان حداقل سکته نکرد، تونستم اون رضایتی که لازمه رو از اشکان بگیرم. آلی بریم پیش رفقا. بچه با این صدا برگرد. خدا آخر شد دمت کرد خیلی عالی بود به موقع تونستی راستشو بگید بابا افتضاح بگید خراب کردی خوچم کردی یه جایش گفتی تمرکزم از دست دادم تو اجرا. آره واقعا دارم میگم یه چیزی یهو عین یه موج گنده خورد به هم تماشاگر حرم نفسش رو تو میخوره. خدای این دیگه چیه؟ عالی بود، عالی بود، همه چیم جوره عالیه، خیلی خوبه. علی نمیخوای یه چیزی بگی؟ علی بیشتر اومدم اینجا که واسه بچه ها آینه عبرت باشم. امروز هم واسه بابک آینه عبرت شدم. دیدید که تمرکزش رو حفظ کرد. به افتخار بابک. سوالی موضوعی فقط انرژی اونجا رو ما پنج تا میگیم بالا تو مرحله این همه چی حله ما مسلطیم به اوضاع. خب رامبد جوان جا. بگو ببینیم که نظرت چیه راجب خوبیم. واقعیتش اینه که من کاملا امیدم هیدر جدیتر میشه که هر چهار تا بچه ها به مرحله بعد میرن. حتی احسان؟ بله 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 قطعا. ما اصلا وضع بدی نداریم. الان بالا به این تحلیل رسیدیم که تیم حسن مرجونی برزیله، تیم اشکان آلمانه. انقدر همه چیش منظم و دقیق بود بدون نقص یه کارایی رو انجام میدن. تیم من مثلا انگلیسه، تیم خانم دهخان رو نمیگم. خیلی خب و الان پس هیچ استرابی نیست، هیچ استرسی نیست و استراب که چرا هست. آه. ولی استراب لذت بخشی بابت اینه که میزان انرژی، سطح انرژی و تمرکز رو بالا میبره. موفق باشیم. کار باشیم. شما فهم کنیم ما چهارتا میریم بالا؟ امیدواریم. من مطمئن همین اتفاق میفته. خواهیم دید. به نظرم اونایی که امروز ردیفای عقبان بیشتر میخندن چون خیلی باحالیم. تجربه ها رو منتقل کنید از این کارها. آقای محمد، آقای آدم بامزه‌ای باشه. من که دیروزم بهت گفتم، به بهنام هم گفتم پاتو بذاری رو صحنه، میگی چقدر باحاله. من مطمئن از این یکی خیالم راحته چون خیلی روش کار کردم. ولی نکته بعدی این که اولین کلمت کلمه‌ای باشه که انرژی اول به خودت بدی، یعنی سلام محکم. موضوع چیه اصلا بگو؟ من راجب اینه که پدر بزرگم آدمی بوده که هیچ وقت نه نمیتونسته بگه و من هم دوچار این قضیه شدم و این نگفتنه تو کارم خیلی باعث دردسر شد. کاملا واقعیه. خب چقدر تمرین کردی؟ چقدر دیگه تو 30 سال دارم تمرین میکنم دیگه، این 30 سال همیشه اینو تمرین کردم. آها و اجرا کردی برای بچه‌ها؟ بچه‌ها یه کوچولو دیدم ولی فکر کنم تمام خاندان و دوستان هر روز دارم میبینن چون مثل تمرین میمونه این نگفتن من همیشه. اون یه کوچولویی که بچه‌ها دیدن خندیدن؟ آره اون روز فکر کنم بهترین روزی بود که مرحله نجات منم شد و دوست داشتن. امروز یه سری چیزا داره که هنوز اون بچه هم ندیدن، امیدوارم از این تیکه هاش هم خوششون بیاد. اونا دارن چیکار میکنن؟ موج مکزیکی. بچه ها انرژی از اون پشت میرن، انرژی میاد. خدافز. و احسان، احسان چجوری حالت؟ عالی، خوب. چقدر مسلطی؟ خیلی پرشور. خب خیلی مسلطم، میگم دیگه، گفتم چون 30 سال با این قضیه دارم حرکت میکنم. آها. و امیدوارم الان با هم باشه، چون با هم باشه به یعنی تنها جاییه که اگر این اتفاقات رو تعریف کنم ازش خوشحال میشم. خب. سری قبل ناراحت میشه. پس الان خیلی مسلط میری اونجا میبینیم تسلط. حتما. الان به یکی که دوست داری یه چیزی بگو تو دور میگی. امیدوارم تمام کسایی که به یک نفر
به یک نفر بخوام بگم، من امیدوارم روح پدرم از این کاری که دارم میکنم انقدر شاد باشه که بگه که مرسی که تونستی یه اسمی از من دوباره زنده کنی. بگه دمت گرم اسم. واقعا به مردم یه چیزی بگو. دوستتون دارم، خوشتون اومد رای بدین، نیومد واقعا نمیخوام رای بدین، دوست دارم لذت ببرین از اجرا. برو سلام احسان زمانی هم از گروه رامبد جوان. ماشاءالله احسان. من خیلی تو رفتارم یکی از رفتارهای خیلی خاصم به بابا بزرگم رفته که نمیتونم نبگم و برای من مشکلات زیادی ایجاد کرده. یادم قدیما بابا بزرگم یه بار ما تو خونمون یه تاخچه داشتیم که هر موقع درو باز میکردیم گیر میکرد به تاخچه. بابا میخواست ببره یه بنا اینو درست کنه، دفعه گفت آقا شما میتونی؟ گفت بله. یه تیشه برداشت شروع کرد اینجوری این گوشه تاخچه رو زدن که تاخچه رو درست کنه. یه دفعه نصف تاخچه ریخت. یه دفعه گفت اصلا تاخچه میخوای چیکار؟ تخ 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 همه رو دیگه. حالا من از این نگفتنه کجا ضرر میکنم؟ من کارم تشریفات و برگزاری مراسمه و تو دار دنیا 37 تا پسرامو دارم. که حساب کنین همه اینا دم بخت، ولی من بدبخت که باید چی کار کنم؟ هر کدوم اینا که میان به بهترین شکل در مقابل خانوماشون برگزار کنم، ولی پشتش به من چی میگن؟ جون من دستم به دامنه، تو رو خدا پول ندارم. انقدر میگم بعضی وقتا فکر میکنم دامن تنمه. حالا حساب کنی بعد از کار معدن میگن سخت‌ترین کار دنیا تشریفاته. چرا؟ چون پولشو خرج نمیکنن، فوششو ما میخوریم. بعدن الان مورد داریم، مثلا اگه فامیل باشه بچه‌ش که به دنیا میاد میگه بابا اینو میبینی؟ این همونیه که جن زد به عروسی ما. نمیاد بگه که ترکون عروسی ما. یکی از همین پسرموها که الان این پشت نمیذاش من میام رو استیج، موقع عروسیش به من گفت میای بریم کمک برای خرید جهیزیه، و من چون نمیتونستم نبگم رفتم. چرا؟ ما آذری عادت داریم به خاطر اینکه بعضی وقتا بعضی از جهیزیه رو باید آقایون بخرن. رفتیم با هم دیگه یخچال برداریم، خانمش رفت دست گذاشت روی یخچال خیلی جمع و جور و خوب، و من تو ذهنم گفتم که نکنه مثل تلویزیون باشه اینا، باریک و کوچولو اینا باشه، گرونتر باشه. رفتم گفتم که آقا ببخشید بزرگتر ندارین؟ گفتش که چی میخواین؟ گفتم فوت بالاتر، یه چیزی شنیده بودم. گفت بله ما خرید کردیم، عروسمون خیلی خوشحال شد. بعدم فهمیدم به جای یخچال 5 میلیونی 15 میلیونی خریدن. رفتیم سری بعد یه جای دیگه، و چون به من اطمینان داشت رفتیم که یه دوتا بالش بگیریم. رفتیم دوتا بالش برداشتیم اندازه کف دست. گفتم آقا چند؟ گفت 1800. رنگ پسرموم شده بود مثل گچ. میخواستم جبران کنم، گفتم آقا چه خبر 1800؟ گفت ببین دوست عزیز، اینا از پرگو فرانسویه و خیلی لطیف و حساسه و نادر تو دنیا. گفتم که دقیقا مشکل همینه، من پسرمون به پر قوی فرانسوی حساسه، پر نشیمن مرغ نداری؟ خلاصه رفتیم مغازه بعدی میخواستیم سرویس حمام و اینا بگیریم. یه دفعه خانمش یه ست کامل مردونه برداشت، گفت آقا چند؟ گفت 200,000 تومان. گفتم بذار یه دوباره یه کاری اینجا من انجام بدم. گفتم که ببخشین اینو نمیخواد زیاده، همین یه دونه لیف بستشه. اونجا بود به خودم میگفتم آخه احسان چرا این کارو میکنی؟ رفتم گفتم لیف چند؟ گفت 350,000 تومان. کل ست 200,000 تومان. گفتم آقا چرا این 350,000 تومان؟ گفت ببین دوست عزیز، این الیاف نانو داره، وقتی استفاده میکنی خودش موه زائد بدنو میبره. اومدم بگم اوکی، دیدم پسرموم یه چرای خاصی تو ذهنشه. گفت من یه دونه مو به سرم ندارم، چه برسه به تنم که این بخواد این رو از بین ببره. خلاصه تنها چیزی که به کمک من بلد کار گرفتن همون یخچاله بود. بیشتر به جای یه یخچال چند فوت شبیه یه یخچال تابوت بود. رفتیم این یخچالو بیاریم، سوار وانت کردیم، بعد خودمون رفتیم بیاریم که این یخچاله کمتر دیگه خرج برداره، چون خودشون میفرستادن گرونتر بود. پشت یخچالم خودمون وایساده بودیم، چون این بزرگ بود که این یخچاله نیفته. من و پسرمو اینجوری به این یخچاله وصل، حالا تو این حالتم هی دارن به ما زنگ میزنن که کجایین. من اومدم تلفن رو بردارم، بعد اون لحظه چون آقای داشت تون میرفت که برسیم، یه لحظه من دیدم هیچکی نیست ولی من دارم تکون میخورم. از زیرگذر که رد میشدیم چون قدم بلند بود گیر کرده بودم، افتاده بودم پایین، هنوز داشتم تلفن. بعدش خلاصه با تمام این مشکلات رسیدیم دم در. اومدیم یخچال رو ببریم بالا، انقدر این یخچال بزرگ بود پهناش از پهنای خونه پسرام من بزرگتر بود، چه برسه به راهروشو. دیدم که نمیره از راه رو بالا، سری کارتون رو دور و بر خالی کردم پهنای یخچال کمتر بشه. اومدیم از پا
پاگرد اول ببریم بالا، من تز دادم آقا با هم بگیریم بچرخیم، در یخچال شکست. خانم ها میفهمن من چی میگم. بله قشنگ معلومه تو جهیزیتون یکی دو تا مورد اینجوری داشتی. پسرمون گفت این چی شده؟ گفتم اصلا مشکل نداره، میریم در رو عوض میکنیم. رفتیم تو پاگرد دوم گیر کردیم، من اومدم بچرخم فشار دادم پشت یخچال، گیر کرد به شیر گاز، پشت یخچالم سوراخ شد. واقعا اون بدبخت نمیدونم جهیزیتش چیکار کرد. خلاصه رسیدیم بالا طبقه سوم، وقتی رسیدیم دیدیم یخچال از در تو نمیره. اونجا به خودم میگفتم چرا این کارو میکنی؟ چرا؟ 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 گفتم ببریم پایین با این بالابر همسایه بغلی که داره ساختمون میسازه بیاریم یخچالو بالا. ولی اونجا فکرم کار کرد، مطمئن باشین رفتم اندازه پنجره رو زدم که از پنجره رد بشه. بردیم با بالابر وصل کردیم، یخچال بدون در پشت سوراخ داشت میرفت بالا. داشت میرفت بالا بین طبقه دوم و سوم برق قطع شد. خدا چرا این؟ وقتی برق قطع شد من پسرموم داشت یک از صحنه خارج میشد و تو افق محو میشد، چون خانواده ما داشتن میومدن، خیلی هم پرشور دست زنان داشتن میومدن. رسیدن اونجا عروسمون گفتش که مرسی زحمت کشیدین دستون درد نکنه. گفتم خواهش میکنم ولی خب بالاخره جبران میکنیم. گفتش که نه، اونی که ما باید جبران کنیم، خواهش میکنم. گفتم خیلی هم ایراد نداره، البته چیز برقا رفته. گفت یعنی مهمونا نمیتونن برن بالا، برقا رفته. گفتم نه، حالا برقا رفته، حالا چی بگم خدایا، این برقا رفته. بعد گفتش نکنه یخچال زدین به برق سوخته. بعد من گفته بودم این کار نکنین. یه لحظه با بزرگم اومد تو ذهنم اون تاخچه میخوای چیکار. گفتم عروسمون یخچال میخوای چیکار، اون بالاست. عروسمون وقتی این یخچال رو اون بالا دید یه نگاه به من کرد، سمت من نمیتونست بیاد، یه نگاه به شوهرش کرد، شروع کرد حرکت کردن سمت شوهرش که بگیرمت. هیچ، من عروسی اینا وقت نکردم برم، به خاطر اینکه کل اون روز زیر این یخچال خوابیده بودم که اگر افتاد پایین رو سر من بیفته. الان پسرمون 10 سال ازدواج کرده، به خاطر همین یخچاله تو اون خونه 50 متری با دو تا بچه داره زندگی میکنه. سعی کنین از این به بعد از کسی مشورت بگیرین که واقعا بلد کاره، نه از یه سری آدمایی که بلد کار نیستن. خانم آقای افشین زمانی، احسان زمانی، تبریک. مبارک. خیلی تبریک کنم زیاد شده. مبارک. خب احسان زمانی، بعد ببین داشتی دست میزدی به خود، اومدیم چونی گفتم افشین زمانی نرسون به هم، حداقل بعدش اینجوری تبریک نشم. خب اجازه بدید قبل از هر چیزی کد احسان عزیز رو ببینیم. احسان زمانی با این کد الان در تصویر مشخص هستش، عکسش هم که دارید میبینید، میگه دارید به من با این کد رای بدید. همین الان کدش رو یادداشت بکنید. 4 نفر که تموم شدش شرایط باز میشه برای اینکه 24 ساعت فرصت دارید، یا از طریق سامانه یا از طریق اپلیکیشن رای بدید به احسان زمانی عزیز. ببینیم نظر مربی ها راجب شما چیه. خانم دخان من باید بگم؟ راستش اولیش یه ذره اینو متوجه نشدم، یعنی که من نمیتونم نه بگم به نظرم یه ذره فرق میکرد، یعنی که میخوام کمک بکنم ولی اشتباه میکنم گم میدم. نمیتونستم نه بگم چون اصلا کار من نبود. آره آها درست. آره به نظرم یه ذره شاید این شروعش، اجرا خوب بود، اکتا خوب بود، ولی به نظرم کمدیش کم بود، هنوز میتونست خیلی موقعیت های کمدی خنده دارتری داشته باشه تو همون وضعیت، ولی نه یه ذره. خیلی متشکر. عشقان جان فکر میکنم که متریال یا ماده خام کمدیت کم بود، تقصیر تو نبود اگر که ما کمتر تونستیم قهقهه بزنیم. تقصیر رامبو بود؟ تقصیر رامبو بود؟ نه من فکر میکنم ماده خامش مال خودت دیگه طبیعتا. بله کاملا واقعی. فکر میکنم به اندازه کافی جا نداشت که بخواد در طول 7 دقیقه کش بیاد، برای همین اوج شوخیش برای من ختم شد به روی وانت بودنش و اینکه به دلیل بلندی قدش خورده به پول مثلا افتاد، وگرنه مشکلی در اجرات وجود نداشت. ممنون. خب خانم
بیا یه بار ببینیمش. خانم مجونی من حالا با تایمش اصلا مشکل ندارم که برسه به 7 دقیقه. من فکر میکنم که لحظه های کومیک و تو این داستان لحظه های دردناک 50-50 بودن، میتونست با اجرا خنده‌دارتر بشه. به نظر من یه ذره شاید تو اونجا کم گذاشیم، یه بخشی توی اجرا این لحظه های دردناک همش همه بیشتر از خنده میگه وای آخ وای نه این اتفاق میفته، شاید به خاطر همین. مربی فداکار نظر واقعیت اینه که اگر که به حد نصابی که جمع رو مورد تأثیر تحت تأثیر خودش قرار بده نرسید و نرسید به خاطر متن کمجون و چیدمان کمجونه و تقصیر من هم هست، تقصیر خودش هم هست، به خاطر اینکه ما همه جور امکان برای اینکه این مشکل رو رفع کنیم داشتیم، ولی مقدار قابل توجهی مقاومت بچه‌ها برای اون چیزی که تو ذهنشونه و نمیخوان اونو تغییر بدن که مبادا خطاشون بیشتر بشه، این آسیب میزنه بهشون. و احسان هم امشب شاهد این شد که میزان تغییر کم باعث اجرای ناموفق میشه رو صحنه. متاسفم است. البته که تو اجرای خوبی داشتی از نظر مربیان، از لحاظ اجرایی اجرای خوبی داشتم. اون چیزی که الان من برداشت کردم از نظر دوستان اینه که از نظر اجرا و تکنیکات و خوب بودی، فقط متریال اجرا ترتمیزیه میتونه احسان. خیلی متنش اشکال داشت. من یک چیزی بگم، من فکر میکنم که چون این بچه ها تازه کارشون رو شروع کردن و همونطور که آقای جواب میگه به هر حال صحنه چیز ترسناکیه، تماشاچی همه اینا، ما همینه که یک اجرای قابل قبول داشته باشن تحسین میکنیم بچه‌ها، یعنی که توپق نزنن مسلط بشن ریتمش در این مرحله، ولی ریتمشون ریتم خوبی باشه تا اینجاش، واسه همین ما هی چیز میکنیم تایید میکنیم و به نظرمون درسته. به نظرم این اجرای جای شسته رفته ایه، ولی به قول آقای خطیبی تا این مرحله، یعنی بچه‌ای که جلوتر میرن باید همزمان همه شرایط رو واسه یه استندآپ کمدی خوب داشته باشن. درسته. زمینه که من احساس می‌کنم نسبت به دیروز شرایط بهتری داریم امروز. خیلی خوب. بدرقه کنیم احسان زمانی رو عزیز رو. زمینه اینکه احسان تا داره میره یه بار دیگه کد احسان رو هم ببینید و فراموش نکنید که حتما به احسان با این کد رای بدید و حالا که دارید رای میدید تو ذهنتون تو دلتون همراه با مربیان عزیز به منم تبریک بگید، چون اینو قبل از خروجش انجام میدادم. فعلا با عزت رای نمیدی؟ چرا چرا چرا؟ رای بدین تو عروسیاتون جبران میکنم. رای بدین. سلام. سلام. احسان زمانی هم از گروه رامبد جوان. سلام. خوشحال احسان. من خیلی تو رفتارم بعد آدم یه جوری بخواد هر دو بخندن من خندم. خانمش هرگل هم رو دارم رفتی مغازه بعدی، رفتی مغازه خانمش بود ایزامه تنها چیزی که بکنه که منه بلده کار گرم همه این مشکلات رسیدیم دم وقتی رسیدیم دیدیم یک شد از گرم اونجا بخواه زمانی با این خود الان در تشبیه بود هم خوب احسان چطور بود؟ خوب بود. من تقریبا همه چیزو گفتم، نمیدونم چرا زمانم کمتر شد، ولی به نظرم اون چیزایی که باید میگفتم و گفتم. حالا به هر حال داورا دارن چیزای منطقی رو میگن.
خیلی جلو بند سن من سابقه دارن و امیدوارم که اگر برم بالا مطمئنا جبران میکنم، چون تو اجرا خیالم راحت بود، یه ذره مشکلم تو متن بود که سعی میکنم و باید این رو درستش کنم. الان خوبی؟ آره آره. راضی هستی؟ آره آره. بریم پیش رفقا. ممنون. از تمرین ها خیلی بهتر بود. یعنی بهنا ببین کی اومده. ای بابا ای بابا، به افتخار احسان یه دست بزن. خنده من دوست تو میساز روز تو، 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 خنده من دوست تو. ای بابا من معذرت میخوام اگه ایشون باشه واقعا از قطعا نمیشه. الو الو خانمی خودتی؟ بله دیگه، کی داخل غیر از من بدبخت جواب شما رو میده؟ گلم هنوز از دستم ناراحتی؟ نمیشنوم خانم. میگم گلم هنوز از دستم ناراحتی؟ بابت چی؟ بابت دیروز که حرفمون شد دیگه. حرفمون شد؟ ما که حرفمون نشده. شما هر روز زنگ میزنین، هر روز ما دعوامون میشه، حرفمون میشه. اصلا مگه مکالمه تلفنی بین من و شما وجود داره که آخرش به تهدید و دعوا و داد و بیداد نکشه؟ خواهری آیا میدونستی مزون عروس رویایی ما برای اینکه از در درمیان حاضر شده با 30% تخفیف دوخت لباس عروستون تقبل کنه؟ وا حاضر شده تقبل کنه، روش جدید مشتری گرفتنتونه. منت هم میذارین سر طرف؟ خانمم یه هفته است خیلی حساس شدی، یا میخوای بذاری هفته دیگه حرف بزنیم؟ هیچی نشده خانم، قطع کنین، لباس عروسم به درد من نمیخوره. بفرمایید. چرا لباس عروس نمیخوای؟ چرا اینقدر از حق تمیز خودت میگذری؟ الان شوهرت بهت میگه آفرین چقدر بسازی، چقدر کم توقعی، پس فردا که خرش از پول بگذره میگه حقت بود، میخواستی لباس عروس بگیری. شوهرم کیه خانم؟ من مردم، لباس عروس به دردم نمیخوره. مگه دارین الان منو نمیبینین؟ باشه، از من گفتم بود دو روز دیگه هر جا رفتی عروسی برگشتی یه چشمت عشق شد و یه چشمت خون، میفهمی چه اشتباهی کردی که لباس عروس نگرفتی؟ واقعا نمیفهمم شما رو، چطور متوجه نمیشین؟ لباس عروس نمیخوام، من رامبد جوانم، رامبد اسم مرده، شما واقعا دارین منو نمیبینین؟ همین دیگه، تا خرج نکنی کسی نمیبیندت. باید یه کاری کنی شوهرت بیفته تو خرج که دیده بشی. از قدیم گفتن زنی که خرج داره ارج داره. چرا پرت و پلا میگین اینقدر؟ این مزخرفات چیه؟ قطع کنید سرکار خانم. مگه نمیبینید وسط مسابقه از کار داریم، این همه آدم اینجا نشستن، این همه آدم محترم دوربین، من که بیکار نیستم. قطع کنید. چقدر بی‌اعصابی گلم، یکم از این خانم مربی یاد بگی. تو چیت از این کمتره که همش سگر ما تو؟ سرکار خانم شما هر روز زنگ میزنی منو دیوانه کردی، دو دفعه بهشون زنگ میزنی چه بلایی سرت میاره؟ اینقدر بهونه نیار گلم، این خانم مربی هم دلش خونه، این هم قصه داره، این هم گرفت داره، این هم بدبخته، ولی خنده از اون لباش محو نمیشه هیچ وقت. چرا این حرفا رو میزنی؟ با مربی ما درست صحبت بکنید. قطع کنید. وای خانم مربی همینجوری نشسته یه گوشه داره واسه خودش ریز ریز میخنده، به کسی هم کار نداره. نشسته یه گوشه واسه خودش میخنده، حتما دلیلی داره که اینجا میخنده، مسابقه کمدیه. بس دیگه، ممنونم از تماستون، قطع بکنید، تمومش کنید. ولی مربی بغل دستیتون معلومه دیشب حسابی خوابشو کرده. امروز بزنم به تخته یکم رنگانوش باشده. بس دیگه، دیگه الان تحلیلی، نظری، اظهار نظری، موضوعی ندارین، تمومش کنین. چرا اگه اجازه بدین یه انتقاد از اولین مربی از هم جناس مو کنم و قاعد کنم. من معذرت میخوام. اجازه میدین؟ شما که راحتین، راحت تر بفرمایین. تموم بکنید، ولی بعدش تموم بکنید، قاعد کنید. هرچی فکر میکنم انتقادی به ذهنم نمیرسه. این داور اولی از سمت راست فوتوشاپه. نه خیر، واقعی هم چجوری راست حساب میکنین؟ آخه این بار با خواهد کشیدنه، چقدر صافه هزار ماشاءالله. همینه دیگه، قطع بکنید دیگه، تمومش کنید. بفرمایید. بیا 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 دختر خونه یاسمن، بودو 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 بیا، این انگار مجرده بودو. نه خانم خیلی
خجالت بکشید چیچی مجرد متأهلن ایشون اونا. آه گندش بزنم. نه یا مجرد نیست. خدا رو شکر از آبی گلالود ماهی میگیرین همینجوری واسه خودتون. دور بر ندار گلم، دختر خانه یاسر من 1000 تا خواستگار داره، 2 تا فوق لیسانس داره، داور اولی از سمت راست چی داره، 4 تا شرکت کننده فوقش. خدا رو شکر. خیلی خب بس دیگه. آره خدا رو شکر قد کنیم. معلومه که قد میکنم. فکر کنه کی هست حالا برپریده. قد بکنید تلفن ایشونو. من واقعا مزرعه ایشون یه پدیده. پول جمع کنیم دو تا لباس عروس بخریم شرش کم شه. بعید میدونم. واقعا. الو. با. الو. آها خواستم یه زنگ نزدم بس میشی. خواستم اینو بهت بگم زمنم دختر خانه یاسمن رو من یه خواستگار خوب داره داره ازدواج میکنه. خواستم بدونی به سلامت. به میمنت و خوشی و خوشبختی خط کن. یک بار دیگه کسی زنگ بزنه مزاحم دختر خاله‌م بشه من میدونم و شما وایز رسماً دیوونه است رسماً دیوونه است من معذرت میخوام ببخشید اصلا تمام تمرکزمون خراب شد یه دونه بریم بیایم تا شرکت کننده متمرکز بیاد تو 1 2 3 بریم بابا گروه آقای مجنون و حسین و حسین ببینیم امروز چه میکنه حسین حسین چی بگم رو بگم میترسم ساده میترسم یه کوچولو خودت رو ستاپ بکن با خنده ها خب وقتی دیدی که یه جا دارم میخوام چون هر چقدر دیالوگ زیر اون بگی معلوم نمیشه آره وایسا انتهاش هم که عوض کردی همه راحتی اما استایلمون این شده راحت اما متن آخه دعا کنیم که بیفته خب و حسین بگید آقای مجونی ببینیم آره یه ذره خیالم راحته امروز این دوتا دیروزیه خب یه ذره متنه البته خب چیزم هست نویل ها یه کوچولو فرق داره اما متنش واقعا چیزش کرد آها زدش زمین پیشکش نمیشه امیدوارم حسین امروز همه چی رو برگردون سر جایی آها ویژگی حسین چیه اونی که الان انقدر شما رو خیالتون راحت کرده خب حسین روونم هست یه ذره اعتماد به نفس زیادی هم داره که امیدوارم یه ذره کم بشه اعتماد به نفس همین خب امیدواریم اجرای خوبی خود بشه چقدر آماده حسین موضوع چیه توپولی توپولی بله. تجربه اجرا تو استدیو رو از دو نفر پرسیدی؟ بله بله چیزی به درد بخوری بهت گفتن؟ خیلی خیلی؟ خیلی چی گفتن مثلا؟ گفتن که گفتن که مشکل گروه ما اینه که ما بدترین اجرا داشته باشیم ما بهترین اجرا واکنش سرگروه اون یکی میریم بالا خواهیم دید بعد میریم بالا رفتم تو دماغ تلفظ حسین بعد بری عجل است بریم یه حسین حسین داره این که هممون تو بغلش یه بار جمعه میشید ما نوبت به حسین رسید سراسر استرس نه خوب اتفاقا حالا سراسر استرس اتفاقا حالا خوبه اگر واقعا خوشتون اومد رای بدیم مخلص همتون دمتون گرم خیلی مخلص امیدوارم بدره ان شاءالله سلام بله مطمئنم میگم که من برای چی اینجا با این هیکل گندش اینجا چی کار میکنه اصلا ما رو نخوره یه وقت من بیرون استودیو بودم گفتن که داداش اینجا استودیو مردان آهنی نیست داشته با داریم میان گفتم اتفاقا این آیتم خود آقای جوان طراحی کرده برای من منتها ما باید استنداپ کنیم من با تمام داراییم باید شوخی کنم با توپولین توپولا در بدترین حالت شبیه شرک و در بهترین حالت شبیه پاندای کنگفوگار یا گارفیلدن که هر سم خیلی معروفه حتی ما یه ورزش مخصوص به خودمون داریم اسمش کشتی سامبوه
تو اون ورزش دو عدد توپل شیکمپو رو به اندازه کافی پوشک بندی میکنن، روبرو هم قرار میگیرن، هر کی با شیکمو یکی رو بندازه بیرون برنده است. یعنی شما فوتبالیست چاق میبینی، کشتیگیر چاق میبینی، اما تو این ورزش آدم لاغر بره لپشو میکشن میگن اما هر وقت بزرگ شدی بد میاد. بعد عرضم به حضورتون که گفتم ورزش اصلا به دنیا اومدن من مربوط به ورزش، من اول اینجوری نبودم، من قبل زایمان حتی ورزش میکردم، تو شکم مادرم با بندنافم تناب میزدم، بعد گاهی اوقات این تنابه گیر میکرد زیر پام با کله میرفتم تو شکم مامانم فکر دارم لگد میزنم، در واقع همون تنابه بود که گیر میکرد. بعد اینکه به دنیا اومدم دکتر منو گذاشت تو بغل مادرم، مادرم من اینجوری انداخت بغل بابام گفت اینم دختر نازم. بعد بابا من گرفت گفت پسر این، حالا هرچی بودم بالاخره ناز بودم. 3 کیلو عضله مطلق که تو خونه صدا میکردن آرنی یعنی آرنولد کوچولو. بعد مامانم هر موقع من میگفت آرنی میمدم گفتم جونم مامان چیزی شده، کسی چیزی گفته؟ گفت نه عزیزم ناهاره. میگفتم اوه خب ناهار خیلی خوبه. همه چی تو زندگی من داشت خوب پیش میرفت تا یه روز یکی از رفیقای ناکس بابام جای پروتئین پودر حجم دهنده فروخت. مامان اومد به من خدمت کنه، خیانت کرد، همون پروتئین رو ریخت تو شیر من و من بهش گفتم چرا پودرا رو می‌ریزی تو شیرا؟ گفت ها. گفتم چرا داری پودرا رو می‌ریزی تو شیرا؟ گفت خوشمزه است بخور. خوردن همانا، تبدیل شدن از 3 کیلو عضله مطلق به 15 کیلو چربی خالص همانا. بعد اصلا آناتومی بدنم به هم ریخت، سلولام به کیسه صفرام تیکه می‌انداختن. اوه عجب کیسه. بعد کیسه صفرام میگفت برو گم شو آقا مزاحم نشو. کروموزومان با نورونای عصبیم درگیر بودن، سوخت و ساز که به ندرت. تو این قسمت همشه چربی ها مهمونی میگرفتن، صداشون که زیاد میشد گفتم مامان آروم آروم، نمیشدم گفتم مامان آروم، مگه نمیگم بابا بیادا آروم میشد. یعنی یه پیغام از این طرف به اون طرف بدن من می‌خواست برسه 7-8 ساعت طول می‌کشید. همیشه تصمیم می‌گرفتم خندبونه رو ببینم به تکرارش می‌رسیدم. بعد تو بدن من فقط تنها کسی که حرفش وجود نداشت که رو حرفش حرف بزنه معده‌م بود. یعنی هر چی می‌گفت می‌گفت چشم. انقدر علاقه من به خوراکی زیاد بود که می‌گفت مامانم می‌گفت ما هر کاری کردیم تو نتونستی رو دو پات وایسی. تا اینکه یه روز یه خوراکی قرمز گرفتم جلوت، گفتم مامان. بعد من یه رو دو پام بلنشتم مامان رفتم. اینجوری شد که من رو دو تا پام وایسادم. بعد این داستانا وقتی من دیگه بالاخره دو تا پام وایستم و مستقل شدم، بزرگتر شدم، تو اوج بیکاری من چند شغله بودم. اون موقع قوله چراغ جادو پخش میکرد، چون من شبیش بودم میومدم بیرون از بچه‌ها پول میگرفتم، آرزوشونو برآورده نمیکردم. چراغ جادوم خراب بود، سبک ما اینه. یا میرفتم خونه بچه‌ها بهم ناهار میدادن میذاشتم با شکمم بازی کنم. اگه رفتارشون درست بود میگفتم باشه این امروز اینجا باشه، بازی تو تماشا بذارین سر جاش. شغل سومم بود که درسم خیلی خوب بود، همیشه بچه‌ها میگفتم که من مشقاتون رو می‌نویسم، خوراکیاتون مال من، هیچ موقع هم نمی‌نوشتم، می‌گرفت زیر بازومم، هر موقع نمی‌دادن می‌گرفتم. ما توپلای خط قرمزی داریم به اسم خوراکی، لطفاً واردش نشه. یعنی امسال ما که قول می‌دادیم مشق نوشتیم، الان بزرگ شدیم میریم بانک با میلیاردی می‌گیریم، قول می‌دیم پس بدین نمی‌دین، کسی هم چیزی بگه از زور بازو استفاده می‌کنه. درس من تا اونجای خوب بود که مشاورم تو دبیرستان گفت حسین جان درس مثل دوی ماراتونه. گفتم جان. گفت دوی ماراتون. گفتم من عوارض اینو با شهرداری صاف کنم خیلی جلو. به نظر شما تو این رقابت من یا قطعا نفس کم میارم یا میافتم روی یکی اون قطعا نفس میبره. یه جایی برای رقابت نیست. از اون به بعد افت تحصیلی کردم ولی به دانشگاه قبول شدم. الان همه دانشگاه قبول میشن. یعنی یه سری دانشگاه زنگ میزنن میگن که تشریف بیار اینجا، جای ما بزرگتر، سرویس چایی هم داریم، ویو رو به استاد بفرم. تو دانشگاه من دوتا شغل داشتم، هر کسی میخواست غیبت یا تقلب کنه روز قبل با من هماهنگ کرد. کسی میخواست غیبت کنه میشستم صندلی جلوش. حالا استاد بچرخ ما بچرخ، مگه میدید دوست من کیه؟ هی استاد بچرخ ما بچرخ. کسی هم که میخواست تقلب کنه میشستم اول سالن، مراقبا هر چی دیدبانی میکردن به این صخره بزرگ جغرافیایی برمیخوردن که من بودم. درسم هم به همین وضعیت گذاشت، رفتم سراغ بازار کارتون، عکسای چاقی لاغری برای قرصای سیروز تبلیغ میکنم. قسمت چاقی که خودم بودم، قسمت لاغره بدن من نبود ولی صورتم. بعد این قرصای سیروز دروغه، شما فکر کن یه قرص سیروز بره تو بدن من، فقط سیروز طول میکشه نشون بده این چه حجمیه. بعد اصلا خودتون رو بذارین جای قرصه، تو سیروز با من چی کار میتونه بکنه مگه؟
این کارم خلاصه ما رفتیم بیرون، من رفتم سر سریال حضرت یوسف، اگه یادتون باشه آنخ ماهو بود، چند نفر پوپول جمع شده بودن توی معبد، بعد من یکی از اونا بودم، بعد این بنده خدا می‌خواستن فیلم خوشسالی رو بسازن، من انقدر رفتم تو سیلو انبار غذا خوراکی رو خوردم، واقعا خوشسالی اومد پروژه رو کنسل کردم. بعد داشتم فکر میکردم که خدایا چقدر عوض شده زمونه. به من بچگی میگفتن چقدر خوردنی هستی، الان من یکی تو پارک میبینه به بچهش میگه بگم عمو بخورته. یعنی از خوردنی تبدیل شدم به خورنده. بعد من مثلا بچه بودم همین فامیل قربون صدقه میرفتن از بغل کسی پایین نمیرم، یعنی جو زمین رو حس نمیکردم. الان من دیروز پریروزا رفتم به یه خانم پیشنهاد ازدواج بدم، همین تا گفتم گفت به نظر شما جا میشیم، گفتم جا، گفت جا میشیم، گفتم کجا، گفت هر جا شما بگی، به نظرت من و شما، شما جایی باشی جا میشیم اصلا. اینجا گفتم بله، اتفاقا من دستم و پوترم آماده کردم برای جابجایی شما، بگو فقط کجا رو میخوای جابجا کنه، دیوار، خونه، هر چی باشه من برات ور میدارم. جدن پودره که زد همون جوری بود، یعنی من واقعا یاد رضا زاده افتادم، رفتی واسه سنگین وزنا. هر چقدر خوشتون اومد با دستاتون نشون بدید. علی ما کمدیانا خیلی سخت خودمون میخندیم، حسودیم خودمون خیلی سخت میخندیم، تو واقعا ما رو خندوندی. ببینید کد حسین شاهرخنیا رو که چه کرد امروز، و اینجا سعی کردن یه ذره تصویر البته کوچیک‌تر کنن، یه خود از این کد. حسین شاهرخنیا رو با این کد همین الان ثبت کنید، اگه دوست دارید حسین بدون درد سر و بدون زور بازو به مرحله بعد بره جز اون ده نفر، و اینه مجبوره ممکنه که از زور بازوش استفاده بکنه. آره آره خیلی. من تو تمام اتفاقای بزرگ زندگیم یه آدمی همیشه کنارم بوده که همیشه بوده. دو سال پیش که برنامه خنده‌ننده اصلی پخش شد، مامان بزرگم گفتش که من آرزو دارم که تو یه روز اجرا کنی و من ببینم، و دقیقاً اون روزی که من دارم اجرا میکنم و مامان بزرگم میبینه. حال خوب این اجرامو تقدیم میکنم به مامان بزرگم و دست ماشاءالله. بلنجیم بلنجیم ماشاءالله. عجب مامان بزرگ سر حال خوشحالی. ماشاءالله واقعا آدم یا نبه نداشته باشه یا داشته باشه یا چیز خوردنی داشته باشه. خب بریم سراغ مربیان ببینیم که مربیان چیکار می‌کنن. ببین اصلا حال منو خوب کردی، دیگه لازم به تبریک گفتن ندارم. ببین الان دیگه رفتم سراغ مربیان. خب خانم سقاط خان شما بفرمایید. راستش اولا من تبریک میگم به خاطر داشتن همچین و ما همش صدای خنده‌شون رو شنیدیم، یعنی خدا حفظشون کنه براتون. یه چیزی که هست، ما همش اینو به بچه‌ها میگیم که ریتم تند لزوماً خوبه، ریتم تند زمانی خوبه که تو هر چیزی که میگی مفهوم باشه. اینو کاملاً داشتن، یعنی ریتم عالی درجه یک، به اضافه این که هر چی که گفتن برای ما مفهوم بود، ما همه رو متوجه شدیم، شوخی ها کاملا مشخص بود، جا افتاد. خیلی وقتا بچه وقتی تون تون صحبت میکنن ریتمشون باعث میشه که شوخی ها از دست بره، این اتفاق برایشون نیفتاد، و به نظرم این که با خودشون شوخی میکنن واقعا با مزه است، درجه که من که کمدین اول از خودش شروع میکنه. همه چی عالی، همه چی عالی. خب بریم سراغ اشکان عزیز. به نظرت من جرأت میکنم هرچند هنوز برام غیر قابل باوره که شما را بزرگ میکنه، چون به لحاظ عباد هیچ نسبتی من نمیبینم. اما شوخیت متنش درخشانه، یعنی خود متریال شوخی درخشانه و میزان تعدد شوخی ها در یک متن کمتر از هفت دقیقه‌ای انقدر زیاده که کارت رو هرچند آسون نمی‌کنه، سخت‌تر می‌کنه. من فکر می‌کنم که اگر بعد از هر شوخی کمی حتی بیشتر مکس می‌کردی، می‌تونستی دو برابر این واکنش از تماشاچی بگیری. غیر از این مورد، حقیقتاً شیرینی ذاتی که توی وجودت هست، فیزیک خاصت که داری و متن شوخی پروپیمونی که داری، قطعاً متن برنده‌ای اجرات هم اجرای برنده‌ای.
واسه متن خودت کار کرده بودی؟ بله، البته جایش علمی بود اصلا، خیلی جالب بود. خب رامبو جان شما بگو. من تبریک میگم به شما. به نظرم واقعاً پروپیمون و خیلی در سطح خیلی خوب، خیلی خوب. پر از لحظات درخشان، خوشمزه، دوست داشتنی و متنوع و ذهن سیال، یعنی همین جور ما رو می‌بردی این ور و این، انگار سوار رولر کاستر بودیم اینجوری واقعا. و همه چی عالی بود، اجرای درجه یک به قول اشکان، یک استنداپ حرفه‌ایه. آره، یه نمک ذاتی فوق‌العاده. من فقط و فقط تنها نکته که اینجوریم کرد، پایان بدون ضرب و زورش بود. یعنی با این حجم پرزور قوی جذاب خیلی ته کمزوری داشت و این به نظر من حیفه. پیشنهاد میکنم که مراقبت بکنید از این قضیه، چون پر از جزئیات لذت بخش ولی ته کمزور میتونه آسیب بزنه در آینده. تو الان قطعا جز درخشانهای مسابقه باری کرده. این بازی‌های موبایلی رو دیدید وقتی بازی می‌کنی برات رتبه بندی می‌کنن به صورت آنلاین؟ وقتی بازی می‌کنی برات رتبه بندی می‌کنن، بعضی وقت‌ها میای اون پایین، بعد یهو یه حرکتی می‌زنی یهو میای بالا. آره. نشون میده که این عکست همینجوری داره تو رتبه بندی میاد بالا. یه همچین حسی رو الان من نسبت به حسن مجنونی دارم از اون اولی که شروع کردم. حسن تیم خیلی خطرناکه. یه همچین حسی رو داشت، چون دیروز یارش وقتی اجرا کرد حسن گفت من صحبتی ندارم، ناراحت بود چون یه ذره اومد اینجوری شد. اما احساس کنم قشنگ اومده بالا و یه بادی تو قبقب انداخته. متوجه میشه؟ من کلا متوجه نمیشم. من همه متوجه. خیلی قویه همینجوری. شما کافیه بسته های حسن رو ببینید. کاملا حسن راضی و خوشحال. حسن جان بفرمایید. آره حسین برام کامله. من روز اولی که تمرین داشتم حسین نبود. به اینا داشتم میخواستم بگم که ببینین کمدین خیلی وقت از خودش باید شروع بکنه، از دید خودش نسبت به دنیا شروع میکنه، بعد اونا رو به بازی میگیره. گفتم مثلا این حسین که نیومده، مثلا حسین باید با اندام خودش باید بازی بکنه، مسئلهش باشه. چون الان مثلا جزو چیزایی هستش که همش داره فکر میکنه. فردا حسین اومد، هنوز صحبتش نکرده بود، گفت که گفتم حسین سوژه چیه؟ گفت توپولی خودم. گفتم من تسلیم. یعنی قشنگ کامله برام. به خاطر همینم اصلا من خیلی خندیدم واقعیتش. آره. خیلی خندیدم، نه به خاطر اینکه اصلا یار خودمه، مال شما هم بود حسین. کاری میکنه با آدم که مثلا آره. در جا میری. دمت کرد. ماشاءالله. اصلا چی؟ ماشاءالله به شما، ماشاءالله به شما. برو رفتی. حسین جان ما خیلی خوشحالیم از حضور تو در این مسابقه. امیدواریم که بدرخشی. میخوایم که یه بار دیگه کد تو رو همه ببینن. الان میبینن. آره. نه الان اونوری میبینن. من هی دارم تو رو به عقب میبرم به خاطر فکر کنم الان ببینن. آره. حسین شاهرخنیا رو با این کد حتما یادداشت کنید. اگر دوست دارید که حسین بدون هیچ ممانعتی بره جزو اون ده نفر و مطمئنن کارش الان سخت‌تر میشه، چون انتظار هممون ازش بالاتر خواهد رفتش و بعد ببینیم در مراحل بعدی چی کار میکنه و به قول رامبود آلمان همیشه منظم چی براش الان برنامه‌ریزی کرده و چه خط نشونایی برای یارای خودش داره. با دستاتون یه خسته نباشید بهش بگید. بریم سراغ نفر بعد. خدا را کلی کیلویی هم بخواد رای بدید بعد به من رای بدید. دمتون گرم. ای خیلی خوبه که صبر باشه. ما من چه کارو کردم؟
من یا قبلن نفس کردم این اصلاف به چرف نمشن بعد اصلا خودتون رو بذارین جای بورسه تو سی روز با من چی کار میکنه باقی به من چی بگم همون بخورته یعنی خوب حسین جان خدا رو شکر بود اجرا خوب بود این چیزی که میخواستم شد قشنگ چیزی جا نموند؟ نه همه رو گفتی؟ همه رو الان راضی هستی؟ خیلی خدا رو شکر خیلی یعنی این بهترینی بود که مد نظرت بود برای این مرحله بله برای این مرحله بله استرس و استراب و اینا نه دیگه نه واقعا استرس هم ریخت بله خیلی خوب وقت کم نیوردی؟ نه خدا بریم پیش رفقا آقا سلام میشورم الان میشوری ببینم حسن مجنونی خندید بالاخره یا نه زیاد بالاخره واکنشش فرق خیلی خوب ایشالله که موفق باشی به افتخارش ای چی شده آرزو یه دل شلوغ بازی زیاد میکنه بعد ما گفتیم یواش بیای ما رو نبینه بعد دیگه حالا حسین ای بابا ای بابا شما از شما گروه خانوما بفرمایید تشریف بیارید که اندازه بازی کردنه فرشید که یه ذره دوزشو آره یه ذره کم بکنی دیروز داشتم فکر میکردم الان شماها اینجا چه حالی هستید اصلا هر حرفی که میزد ما یه دونه با توجه به اینکه تمرین کردی و زیادم تمرین کردی و اینو مثلا شکر خوب خانم دهقان خب راجب خانم آرزو بگیم آرزو خاطرش که امروز میخواد تعریف بکنه خیلی خاص و متفاوته از اون خاطرهایی که هر کسی تجربهش نکرده توی زندگی و در عینی که داره خاطره تعریف میکنه یه نقد اجتماعی خیلی قشنگی هم توش هست که من مطمئنم که اجراش خیلی به دل میشینه حتما امید بریم بریم که بریم صدای اینو توجه کن اصلا گوش نده آره کسی نگاه کنه که انرژی میده خاندر خوبه این اصلا اشتباه محضه که به یه نفر نگاه میکنی نه به هر کار شعر میگه جماعت نگاه میکنه خیلی مسلط نشون میده خیلی آماده نشون میده خیلی الان میری اونجا میبینیم چیکار خواهی کرد خیلی خب مسلط قوی پر انرژی میری میترکنی شاید اومدیم بترکنی اجرای امروزت بعد از چقدر تمرینه خیلی اینم خیلی خیلی فقط میتونم بگم خیلی چون واقعا خیلی تمرین کردم خیلی تلاش کردم رو متنت کار کردی تمرکز کردی همه این نکات خانم بعد میدونی متن مال خودمه یعنی هیچی ساختگی نیست هیچیش بر اساس اینکه حالا یه چیزای ساختگی هم توش بگم همش واقعیه همش واقعیه اگه آقای مجنونی نخنده چی؟ میخندونم بس میخنده خواهیم دید خب خانم نوبت شما شد بله ببینم که حسابی نگران و مضطرب و پر انرژی میخوام برم بتر کنم بخندیم امیدوارم خوش بگذره عالی الان فرصت داری به یه نفر که دوست داری یه چیزی بگی مامانم عاشقتم یعنی جات اینجاست این اجرا رو فقط و فقط واسه خودت دارم میرم دوستت دارم این برای مادر و برای مردمم یه چیزی بگو بد رای بدن بله حتما اسمم آرزوه یه کمکی بکنیم به بزرگترین آرزوم که تو این مرحله میخوام برم بالا به رعیاتون نیاز دارم بزرگترین آرزوم بهم کمک کنیم همین مرسی نفر باشی ما خیلی باحالیم. خیلی. آرزو هستم از گروه خانم دهقان. خیلی خوشحالم که پیشتونم. ما هم همینطور.
من قبل اینکه استنداپمو شروع کنم میتونم یه چیزی بگم؟ بله. چون خب میدونین اگه اینو نگم اصلا نمیتونم کارامو درست انجام بدم حقیقتش. اصلا کلن شانس ندارم. یعنی همیشه تو همه موقعیت‌های حساس زندگیم درست سر به زنگا یه اتفاقی میفته که کلن همه چی خراب میشه. همین امروز صبح اصلا شما به چه حق این کارو کردی؟ غلط کردی که رفتی پشت سر من حرف زدی؟ کی به تو همچین اجازه ای داد؟ بله ولی داره چشات در میاد دیگه، الان داری منو میبینی؟ بسوز قشن جزده جگر بزن. بله بسوز. دوربین من همین بود دیگه. نه اون بود. این بود؟ اون بود. اون بود. اون بود. ببخشید شرمنده. ایشون دخترم من هستن. رفته پشت سر من حرف زده. دقیقاً هم همین امروز صبح که من الان نباید استرس داشته باشم رفته این حرفو زده. پسر هم حرف زده گفته این دروغ میگه رفته تو خندوانه. الان داره چشه در میاد این جوان نمیره تماشا که من تو خندوانم. بسید همه شما که اینجا هستین توی زندگیتون یه سری موقعیت های حساس داری. منم خوب آدمی زادم و این موقعیت های حساس زیاد توی زندگیم دارم، ولی یه ذره بیش از حد زیاده. یعنی اینجوری میتونم بهتون بگم که من یک سری موقعیت حساس دارم که یه ذره زندگی توشه. آقا اصلا داستان اون بچه رو شنیدین که توی 4 ماهگی توی رودبار یه زلزله میاد، پدر مادرش رو از دست میده، بعد یه خانواده اونو به سرپرستی خودشون قبول میکنن، بعد که داستان زندگی خودم بود روشم تعریف میده داشتم تعریف میکردم گفتم جان خفنه و نگم مال خودم بود. آقا قضیه از اینجا شروع میشه که کلن من از اون حادثه هیچ یادم نمیاد. اصل ماجرا همینه که یادم نمیاد چون خواب بودم. خنده داشت؟ یعنی اگر خوابم نبودم قاعدتا من 4 ماه هم بوده نباید بودم. بله همینطوره. بگذاریم این اصلا مهم نیست. اصلا مهم نیست. داستان اینجا شروع میشه که من هیچی یادم نمیاد از اون موقع که براتون تعریف کنم. نامید نشینا ایشون یه جوری منو نگاه میکنه بعد اتاق زایمانش هم خاطره داره. بگذاریم اصلا مهم نیست. قضیه اینجا شروع میشه که من نه خودم یادم میاد نه تا 20 سالگی اصلا کسی یادم انداخته که قضیه چی بوده. کاملا متوجهم. خدا رو شکر. مرسی مرسی. بله همونطور که داشتم براتون تعریف میکردم تا 20 سالگی هیچکی به من اینو یادآوری نکرده که چه بلایی سر من اومده. گذشته از این من همینجوری که داشتم بزرگ میشدم، یعنی توی همون سنین کوتاه، همون سنین بچگی، با یه سری آخه بزرگ شدم. این آخه‌ها اهم از خب آخه میدونید دیگه شکل‌های مختلف داره. مثلا آخیش موفق شدم، آخیش دلم خنک شد. یا مثلا یه بچه کوچولو آخه نازی چقدر ناز. آخه من هیچ کدوم از این آخه‌ها نیست. آخه من یه آخه پر از درد و غم و الهی ببینم. تصورشو بکنیم. تصور کنیم من و مامانم میخوایم بریم بیرون. مامانم من اینجوری میذاره تو کالسکه. حالا میخوایم بریم بیرون. بدری خانم هم سر خیابون میبینیم. از زاویه دید من بدری خانمو ببینیم. اینجوری خم شده جلو کالسکه. یکی گردنش کج. چشا پر از عشق. آخه بعد منم که خب کلن تنها چیزی که توی ذهنم از اون آخه مونده اون بغض آقای احسان علیخانی رو دیدین تو ماه عسل. دقیقا تو چشای بدری خانم من اونو دیدم. اصلا کلن من حس میکنم که چرا من اصلا کمبود برنامه ماه عسل اینه که من توش نیستم. من واقعا میخواستم برم اون برنامه. نمیدونم چرا اومدم اینجا که آدرس رو اشتباه رفتم. واقعا من دعوت کنم، من خیلی خوشحال میشم که به برنامه‌تون بیام. بدبخت‌تر و سوزناک‌تر از داستانه من اصلا هیچ جا نشنیدیم. بگذاریم مهم نیست. یه ذره بزرگتر که شدم با همین دخترم جان که نمیخوام اصلا در موردش صحبت کنم. بله با همین دخترم جان خونه مادر بزرگم داشتیم بازی میکردیم. من خوردم به گلدون مادر بزرگ که از پدر بزرگشون به ارث رسیده بود. گلدون افتاد خورد خاک شیر شد. گفتم الانه که مادر بزرگ بیاد بالا پدر منو دراره. اومد بالا برعکس اون چیزی که من حدس می‌زدم رفت دخترم رو تا می‌خورد زد. بعد من دیدم این بدبختو داره می‌کشه. رفتم جلو گفتم به خدا تقصیر من بود، اصلا تقصیر اون نبود. بعد رفتم مادر بزرگ منو کرد. گردنش کج. یه بغض توی چشاش. آخه. اب نداره. قضا بلا بوده مادر. من یه ذره بزرگتر شدم.
بله مثل همه شما ها بزرگ میشین دیگه. من بزرگتر شدم بعد میخواستم برم مدرسه، رفتم مدرسه و اینا یه روزی همجوری مریضوار کوله پشتی بچه‌ها رو برمی‌داشتم از توی پنجره اینجوری می‌انداختم پایین. مثلا هیچ مریض بودیم دیگه، اب نداره. بعد یه لحظه نگاه کردم دیدم ای وای صدای بهروزی در اومد از اون زیر. کوله همه افتاده بود تو سر بهروزی. نازنین رفت بالا سرش و اینا همینجوری که داشت به اون رسیدگی می‌کرد سرش آورد بالا دید منم. گفتم الان میاد بالا دمار از روزگارم در میاره. تا اومد بالا یه نگاه به من کرد. گردن کج. چشم پر از اشک. آخه قضیه به اینجا ختم نشد. گفت فردا با والدینتون میاین مدرسه. گفتم الان دیگه در حضور والدین دیگه حتما کارم ساخت است. وقتی که والدینش اومدن مدرسه به جای اینکه منو دعوا کنن ریختن سر بهروزی تا میخورد زدن. آقا من پشت صحنه گفتم خنده آقای مجنونی مرسی. خنده آقای مجنونی رو میگیرم. دقیقاً گرفتم. مرسی. بگذاریم. آقا ما بزرگ شدیم رفتیم دانشگاه. یه روزی که میخواستم سوار اتوبوس شم که برم به دانشگاه برسم، همینجوری که میله اتوبوسا نگه داشته بودم، دیدم یه پیرزن عجیش بالا شده داره میاد سمتم. گفتم جانم. گفت مادر بیا برو اینجا بشین. گفتم ماش خانم شما دیگه چرا با این حاله؟ گفت عزیزم تو همه بدبختیاتو کشیدی، تعاملاتو کردی، بیا بشین. قضیه به اینجا ختم نمیشه. متشکرم. قضیه به اینجا ختم نمیشه. یه روزم که می‌خواستم برم کنگره شیراز با قطار، اون مسئول کنترل بلیط اومد، بعد از 3 نفر بلیط‌ها رو کنترل کرد و اینا به من که رسید، یه نگاه اینجوری به من کرد. آخه تو نمیخواد بلیط بدی. چرا؟ میگم من آدم نیستم. وا. بگذاریم. همه اینا گذشت، من شد 20 سالم. یه روزی از روزا مامانم اومد نشست جلوی من با کلی مقدمه چینی می‌خواست قضیه رو واسم تعریف کنه. بعد الان فکر میگه چه انقلاب عظیم روحی تو من شکل میگیره، روحی هم تاثیر میذاره و اینا مکافات داریم. وقتی قضیه رو واسه من گفت، قضیه رو که واسه من گفت، من گفتم ای پس اونا واسه این بود، ای بابا اوکیه. حالا اینا اصلا مهم نیست. من فقط میخوام یه چیزی بگم. مادر آدم اون کسی نیست که آدمو به دنیا میاره. اون کسی که به آدم زندگی میده. مادر من یکی از همون مادرایی که به من زندگی داده. خیلی دوستت دارم. یه لحظه الان هم دارم یه آخه ریزی تو چش داورا میبینم. اگه قرار به خاطر این آخه به من رأی بدین اصلا نمیخوام رأی بدین. ببخشید. ولی خواهش میکنم عاجزانه به خاطر این بیتربیت بیشعور به من رأی بدین که دیگه اینجوری نره پشت سر من حرف بزنه. خانم ها آقایان، آرزو صراف رضایی. خسته نباشید. خدا قوت. از طرف گروه خانم ها و گروه شقایق دهقان اینجا حضور داشتن. با این کدی که الان دارید میبینید همین الان خانم ها دست به کار بشن و شروع کنن به رأی دادن. آخرین نفر بود که اجرا داشت امشب و از همین الان هم سامانه هم اپلیکیشن آماده است تا 24 ساعت فقط 24 ساعت رأی های شما رو جمع بکنه. فرصت از دست ندید، چرا که نباید. اجازه بدید اونایی که دوست دارید کارشون به فرصت دوباره بکشه یا نه خدایی نکرده حذف بشن. اگر آرزو خانم رو دوست داشتید حتما بذارید شما تو بکنید. آرزو خانم رو دوست داشتید حتما حواستو بهش باشه. حالا بفهم بله. آقا دماوندی ها همه رأی بدید. دماوندی ها دماوند هم برای خودش دیگه دماوند دیگه. بله چرا که نه. ببینیم که نظر داورا راجع به شما چی هستش. رام بود جوان. من در تمام مدت اجرای سرکار خانم داشتم یک افسوسی میخوردم مبنی بر این که کاش ماجرای رودبار رو ما آخر میشنیدیم. یعنی ما یه سری آخه مثل خود پرسوناجی که یه سری آخه میدیده میشنیده، ما هم هی میدیدیم خدای چرا این آخه‌ها برای چی هن؟ و بعد یهو میفهمیدیم آه ماجرا از چه قراره. اینجوری ما هم خنده هامونو کرده بودیم هم آخر سر غافلگیر شده بودیم. ما الان غافلگیر نبودیم و بابت آخه‌ها خیلی فرصت به خودمون نمیتونستیم بدیم بخندیم. یعنی ما هم دوچار یه آخه یه ذره معذب میشدیم. من لاقل دوچار این حس بودم که نمیتونستم خیلی به این موقعیت بخندم، به بچه‌ای که
توی چهارماهگی خانوادش از دست داده توی زلزله. فکر میکنم که ولی ما بقیش شیرین بود، به نظرم مسلط بود، فقط یه جاهایی اونم تجربه است بابت میزان ارتباطی که با سالن و با موضوعاتی که توی حضور فیزیکی اینجا دارن ارتباط زیادی بود، یعنی نباید اینقدر مکس میشد روی ایشون، روی اوشون، روی ایشون. ما منتظر بودیم ماجرا رو بشنویم، اینا برای ما ماجرا نبود، با نمک هم نبود. ولی دمتون گرم، بهتون تبریک میگم. یه مثبت منفی جا به جا داشتین، ولی بقیهش به نظر خیلی خوب. حسن جان مجنون، از این که با زندگیتون اینجوری، بازه این زندگی تلخ اینجوری شوخی کردین، برنده این در وهله اول، اینش خیلی خوبه. من فقط پیشنهادم این هست که بچه ها بازی نکنن. اگه بازی نکنن یا حتی اگه زمانی دلشون میخواد بازی بکنن، یه بازی فیک بکنن، یه بازی تقلبی. اون بازی تقلبی خوشاینده، همیشه خوشایند خواهد بود، اما وقتی میخوام وارد حوزه بازی بشن، به نظر من اونجا یه ذره همه چی میفته. اگه این اتفاق بیفته، به نظر من خوب سری بعد راحت خودشون رو میکشن بالا تو روایت. آره ببخشید، من ازت میخوام یه کاریکاتوری از بازیگری باید باشه، همون فیکی که آره دقیقاً. آره آره واقعا بازی باور، بازیگری نباید اتفاق بیفته، اتفاق تعمدی در حقیقت. آره. یه کاریکاتوره. خب اشکان جان خسته نباشید. فکر می‌کنم هر اون چه که به عنوان شوخی در نیامده در استندآپ شما وجود داره، تماماً برمیگرده به نوع چیدمان اتفاقاتتون در خط قصه‌تون. دقیقاً همون چیزی که رامبد میگه، به علاوه این که وقتی شما دارید در واقع روی با تم خاطره، با موضوعیت لحظات حساس زندگی دارید در واقع شوخیتون رو شروع می‌کنید، تماشاگر این توقع رو داره که این لحظات حساس هر چه پیش می‌ریم بزرگتر و تأثیرگذارتر بشه. این نیست، یعنی نوع چیدمان، مثلا اتفاقی که تو قطار میفته، اگر میخواست اتفاق بیفته باید زودتر ما میشنیدیمش، چون دیگه اونجا کار کردی نداره. و مسئله دومش هم میزان کنش و واکنشی که با تماشاگر داری، چیزی که باز رامبد بهش اشاره کرد، در یک استنداپ 30 دقیقه‌ای، 45 دقیقه‌ای ازتون تماشاگر این رو میپذیره که شما در طول استنداپ روی چندین نفر تمرکز کنید، باهاشون بده بستون داشته باشید، برای تنوع به عنوان پاساژ ازش استفاده کنید. میزان، یعنی تعداد بالای این واکنش ها و کنش های با تماشاگر باعث شد که عملا زمانت رو از دست بدی، یعنی از اون 8 دقیقه‌ای که به تو اختصاص داره نهایت استفادت رو نبری. تو میتونستی تو 7 دقیقه، 7 دقیقه و نیم شوخیت رو جمع بکنی. غیر از این تبریک میگم بهت. و اما سرگروه، سرکار خانم سوادی. راستش من فکر میکنم که هی بچه ها که میان اجرا میکنن، واسه ما هم یه تجربه میشه که بدونیم با بچه ها چجوری باید تمرین بکنیم. آرزو یه مشکلی که ما باش تو تمرین داشتیم این بودش که خیلی تونتون حرف میزد، خیلی با هیجان حرف میزد، صدای خیلی بالایی داشت و ما هی سعی میکردیم اینو کنترل کنیم و متاسفانه یه ذره تبدیل شد به اینکه بی انرژی شد آرزو. یعنی اون خود آرزو یه لول صدای بلند داره که ما هی تأکید میکردیم که عزیزم، آرزو اینقدر صدا بلند نباشه، این تماشاگر رو اذیت میکنه، و هی به خاطر من مجبور شده که بیاره پایین که صداش اونجوری اذیت کننده نباشه، ولی تبدیل شد به اینکه انگار که بی انرژی. من خودم هی میخواستم بگم آرزو یه ذره بلندتر بگو، و فکر میکنم آره یه ذره مقصر ما بودیم. یعنی از این به بعد بعد تمرین بذاریم بچه‌ها یه موقع صدای بلند و با انرژی، یعنی انرژی داشتن اشتباه، انرژی آدم باید داشته باشه ولی صداش نباید بیننده رو اذیت بکنه. اینو من نمیدونم که چه جوری میتونم، بخصا مریم هم اینو داره، باهاشون به یه تعادلی برسم که انرژی رو داشته باشم ولی صدا جیغ نشه، تمپوشون پایین نیاد. مرسی. فکر میکنم الان تو نظرات مربی‌ها بچه‌هایی هم که هم تیمیای
آرزو خانم که دارن نگاه میکنن و همچنین همه بچه ها میدونید که کمدین ها اونایی که توی مسابقه شرکت کردن توی اتاق دیگه دارن کار دوستانشون رو میبینن همین لحظه. فکر میکنم نکات خیلی خوبی گفته شد که به درد شما برای مسابقات بعدی میخوره. نکته ای که اشکان گفت راجع به این که در 30 دقیقه شاید زمان داشته باشیم که ارتباط بگیریم و بعد انتخاب کنیم و ارتباط بگیریم، نکته ای که حسن جان گفتن و نکته ای که رامباد عزیز و همچنین سرگروه گفتن، از اینا خیلی خوب بچه‌ها میتونن استفاده بکنن. اما بهتون خدا قوت میگیم به عنوان یکی از نماینده‌های گروه زن خانم ها خیلی خوب بودین. این کد رو یک بار دیگه به خاطر بسپارید آرزو صراف رضایی، این کد رو در نظر داشته باشید و یادتون نره که که اگر میخواید آرزو خانم برن به مرحله بعد جز 10 نفر، حتما همین الان رای دادنتون رو شروع کنید. همه شما میتونید به هر 4 نفر رای بدید، اما با یه گوشی نمیتونید به یه نفر 4 بار رای بدید. خیلی خوب، بدرقه کنید آرزو خانم رو که تشریف ببرن. خب شب سوم تا اینجا و در قسمت اجرا به کار خودش پایان داد، اما کار ما با شما ادامه داره و هنوز هم در خدمت شما هستیم، ولی میخوایم زیاد دیگه مزاحم مربی ها نشیم و بهشون یه خسته نباشید بگیم با دستامون به افتخار همشون. امروز روز خیلی خوبی رو داشتیم نسبت به دیروز و ما مطمئنم فردا روز بهتری خواهد بود نسبت به امروز. با اون دوربین بیریم و برمیگردیم. 1 2 3 من اسمم آرزوه، کمکم کنیم به بزرگترین آرزوم برسم، به هم رأی بده. مرسی. این آخه یا اهم از مامانم هم اینجوری داره تو کالسکه. آخه یه در بزرگتر که شدم آخه دیگن گرفتم. خیلی دوستت دارم. خب خانم عرضی چطور بود؟ عالی خیلی راضیم. وقت کم نگوردی؟ نه. همه چیزو گفتی؟ موازه باش. همه چیزو گفتی؟ بله. راضی بودی از اجرات؟ خیلی. خندیدن حسابی؟ خیلی ها ریازونه خیلی. آره یعنی هیچ مشکلی نبود. درجه 1. بریم پیش رفقا ببینیم. آره من خواستم آروم بگم اون چیزه نباشه، تونده نباشه. یادش شب. چقدر تو استدیو استرس داشتی؟ من آدمی هم که کلا قبل از اون اتفاق بزرگی که میخواد بیفته خیلی استرس دارم. 2 دقیقه اولم استرس دارم ولی بعدش دیگه میافتم روی روال. دقیقا الان هم همون اتفاق. خب حالا خوبه که از اجرات راضی هست. خیلی. الان کی اجرا نکرده؟ فقط خانم زینب. میخوای تجربه بهش چیزی بگی منتقل کنی؟ گردش چشمه اون ارتباط گیری با همه باید وجود داشته باشه. همین رو میتونم برات پیش بذارم. باش به افتخار خانم عرض.
مسابقه خیلی باحاله. خیلی. خب داریم به لحظات پایانی سومین شب از مسابقه پرهیجان خنداننده‌شو میرسیم و همونجور که میدونید و دیگه الان باید همه متوجه شده باشن که فقط 24 ساعت زمان دارن که به بچه‌ها و کسایی که امروز اجرا کردن رأی بدن. فراموش نکنید که این بچه‌ها فقط 24 ساعت فرصت دارن تا آرای شما رو به دست بیارن و در پایان 16 نفر فقط 10 نفرن که یک راست به مرحله بعد میرن، 2 نفر حذف میشن و 4 نفر رو بعداً باید بهشون فرصت دوباره در استودیو بدیم. توی این ماهای رمضون، توی روزهای قشنگ ماه رمضون، یکی از چیزایی که خیلی مهمه اینه که آش کشک خاله به دلت بچسبه، اون مرغ بریون دایی که داره میگرده توی جوجه گردون به دلت بچسبه، اون پولوی عمه جون به دلت بچسبه. میری مهمونی یا میان خونتون مهمونی، غذا به طعم مهمون و صابخونه اونجوری باشه که دوست دارن. اجاقای اسنووا این کمک رو به شما میکنن که علاوه بر اینکه طعم غذاتون خیلی درست و بجا و منطقی، اینی که میگه منطقی خیلی مهمه، غذا میشینه فکر میکنه، منطقی توی ظرف آماده بشه، کمک میکنه که غذا خیلی سریع پخته بشه. چرا؟ چون سر اجاقا جوری طراحی شدن که به راحتی میتونن کمک کنن که اتلاف انرژی کمتری در حقیقت داشته باشه اجاق، اما بتونه انرژی بیشتری رو به ظرفی بده که در حقیقت روش قرار گرفته. بنابراین شما میتونید به راحتی در کمترین زمان غذاتون رو برای مهمونا آماده بکنید. و حالا نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اینه که وقتی که شما غذا رو آماده کردید، مهمونا نوش جان کردن و گفتن عمه جان، خاله جان، صاحب خونه دست شما درد نکنه، خیلی خوشمزه بود، یه مسئله اصلی میمونه که خانمای خونه دار میدونن چیه؟ پاک کردن گازه. پاک باید کرد اون گازو. اسنووا برای این قضیه هم راه حل داره، چون سطحش هم سطح هستش، سطح اجاق، به راحتی میتونید با یه دستمال سطحش رو پاک بکنید و خیالتون راحت باشه که عالی و کامل و زود همه چیز حل شده به همین راحتی. حالا شما کدوم اجاق گازو میشناسید که ایرونی باشه و خیلی راحت بشه همه این کارا رو باش انجام داد؟ جوجه گردونش خیلی راحت با یه مکانیزم خیلی بهتر و ارتقا یافته بگرده، اجاقش خوب عمل بکنه و غذا رو هم زود آماده بکنه، سریع بپزه. ها؟ پس همین الان به سایت snova.ir مراجعه کنید و اونجا انواع اقسام اجاق گاز رو که طراحی قابل اعتنایی داره و خیلی هم خوشگله رو ببینید و یه اجاق گاز خیلی خوشگل برای خونه خودتون و مهموناتون خریداری بکنید و توی برنامه ها و قرعه کشی های اسنووا هم شرکت بکنید. خیلی خوب، میخوایم که از مردم خوب ایران، کسایی که هرچی داریم از اونهاست و دعای خیر اونهاست که باعث میشه برنامه‌مون جون بگیره، خداحافظی کنیم. در سومین شب از مسابقه پرطرفدار خنداننده شو به احترام مردم ایران روی پاهمون میستیم. خب مردم خوب ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی. شما خیلی باحالید. خیلی. شما خیلی مهربونید. خیلی. فراموش نکنیم که ماه ماه نیکوکاری و بخششه. از خدای بزرگ میخواییم که کشورمون همیشه سرشار از امنیت و آرامش و صلح و دوستی باشه. از خدای مهرمون توی ماه عزیز میخواییم که به زمینای کشاورزامون برکت و روزی بده تا برکت و روزیشون سر سفره‌های ما قرار بگیره. از خدای مهرمون درخواست میکنیم که همین الان لباس عافیت به تن همه مریضایی که التماس دعا دارن و دوست دارن در جمع ما بشینن و بخندن و از برنامه ها کیف کنن و لذت ببرن، لباس و عافیت از صاحب تنشون بپوشونن. خیلی خوب، موقع همه خندمانه ها با مردم توی خونه، 1 2 3 شاد باشی. اون چیه که میره جلو بازمونه، اون چیه که همه رو میخندونه، خندت کوش خنده باله، هر جا هستیم شبکه نسیم کوش خنده باله، به کلی آدم زحمت کشیدن و خنده باله ساختن دیدن و که نکنه دلت بگیره خستگیت هم در که میره. وقتی شروع میشه همه چی خوبه، هر کی میبینه میدونه تو دلمون عشقا میکوبه، بگو تو هم یه بار دیگه. وقتی شروع میشه همه چی خوبه، هر کی میبینه میدونه تو دلمون عشقا میکوبه میکوبه میکوبه. اون چیه که میره جلو
که همه رو میخندونه. خندوانه میبره از هوش خندت کوش. خندوانه هر جا هستیم شبکه نسیم کوش. خندوانه چیه که میره جلو بازمونه. خندوانه اون چیه که همه رو میخندونه. خندوانه میبره از هوش خندت کوش. خندوانه هر جا هستیم شبکه نسیم کوش.